بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقاتی بهتر باشه، هم برای من سوربی، هم برای شما مردم. و ما جمعه آخرین برنامه که با شما بودم منتظر بودیم که این مموراندوم جمهوری خواهان بیاد بیرون و ببینیم که اینها چی میگن، چه دسیسه هایی بر علیه ترامپ به اصطلاح در دست اقدام بوده و چه دسیسه های انجام شد. تازه این آقا رئیس جمهور شد، 4 صفحه کاغذ آمد بیرون. بالاخره دیدن اصلا هیچ رابطه‌ای با این موضوعایی که این میگه نداره. از سال 2013 دنبال یه سری آدمایی بودن و FBI میره از قاضی اجازه میگیره که به اصطلاح شنود کنن، رفت آمد اینا رو زیر نظر بگیرن و اینها. بعد گویا به طرفم میگن شما با این کسایی که میری و میای اینا ماموران روسی هستن و مواظب باش. بگذن آقای ترامپ هم که میخواد به اصطلاح حواس مردم رو پرت کنه از این ماجراهای پولشویی خودش و خانوادهش، کسافتکاری های خودش و هم دستاش و اینها، این رو کرده بود تو بوغ و چه میگم بلنگو هی فریاد میزد. خلاصه جمعه آمد و ایشون هم سوار هواپیما شد، طبق معمول رفت فلوریدا و مهمترین خبر بعد از این ماجرای فوتبال سوپربول آمریکا بود که اونایی که طرفدار ایگل یا تیم عقاب بودن از فلادلفیا، همین بغل ما، خیلی خوشحال بودن و دیشب هم اینجا یه چند نفر زخمی شدن، نه اینجا، توی همون شهر فیلادلفیا، شهر برادرلی لاو. میدونید اینجا هر ایالتی یه اسمی داره، مثلا واشنگتن بهش میگن لیدل آفریقا، نیویورک میگن بیگ اپل و فیلادلفیا جایی که اصلا این تولد آمریکا از اونجا نطفهش اونجا بسته شده و هنوزم اون به اصطلاح ماجرای اون ناقوس بزرگ و اینها اونجا هست. بهش میگن برادرلی لاو، یعنی چقدر همدیگر رو دوست دارن. و من چندین سال پیش یکی از دوستان اون اینجا مشکلی براش پیش آمده بود و اینها میرفتم. اولا با وجود که من با ماشینی که میرفتم خیلی ماشین کهنه و معمولی بود، ماشین کار بود، پشت هر چراغ قرمزی که وای میسادی یکی میمد میگفت مواد میخوای، یکی میمد میگفت اسلحه میخوای. خلاصه به سلام و سلوات از اونجا آمدیم بیرون. دوستان عزیز، میدونید که آقای جهانگیر شادانلو مدت ها هست که برنامه هاشون رو در تلویزیون مردم پخش میکردیم، مصاحبه کردیم باشون، ایشون خیلی فعالیت کردن و متاسفانه سازمان مجاهدین هر کسی رو که یه فعالیت میکنه به یه نحوی باهاش در میفته و اینها. اونها رفتن پول دادن به یه آقای فرانسوی، یه کتابی به دروغ بر علیه ایشون نوشت و آقای شادانلو هم قانون فرانسه و اینها رو میدونست، اینها رو برد دادگاه و برنده شد و اون کتابا رو جمع کردن. امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما و 9 شب به وقت پاریس با ایشون خواهیم بود تا در مورد یک بحث جدید صحبت کنه. حتما شما آیت الله شیرازی رو یا اسمش رو شنیدین یا به اصطلاح با حرکاتش و طرز فکرش آشنا هستین. خود اون آیت الله شیرازی بزرگ که فوت شده، ولی پسر ایشون من فکر میکردم عراقه، ولی گویا در قم هست و دنبال ماجرا رو اجازه بدین با خود آقای شادانلو ساعت 9 شب به وقت فرانسه و 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک باشیم. و معمولا ایشون 30 ساعت با ما هستن، ولی امروز هر اندازه که بخوان تا 1 ساعت هم حتی میتونن با ما باشن. این تصویری رو که میبینید اگه اشتباه نکنم سال 2005 آخرین باری که بعد در ایران بودم این عکس رو از مسجد نصیرالملک گرفتم. خیلی به اصطلاح درهای قشنگی داره و اینها و متاسفانه شنیدم چند مدت پیش چند تا احمق رفته بودن کاشیای بیرون این مسجد رو شکسته بودن و برده بودن که به مبلغی بفروشن. میدونید که مدتی یه سری را افتاده بودن چیزای ایران رو میبردن و به عنوان زیرخاکی و اینها میفروختن به این ور اون ور. خب
یه موضوع دیگه ای که خیلی مهم بود، روز جمعه من یک ویدیویی رو از آقای بابک هروی دیدم و تلاش کردم که نشون بدم و ایشون هم زحمت کشید روی فیسبوک گذاشت. اولا فیسبوک احمق، هر کدومش که دلش میخواد مینویسه، ما اینو برداشتیم به عنوان اسپم، بعد میخوای نشون بدی میگم آقا اسپم نیست نشون بده، بازم نشون نمیده. در صورت تماس گرفتم با آقای هروی از طریق ایمیل و فیسبوک و ایشون لطف کرد اصل ویدیو رو ارسال کرد. از اون روز تا امروز چندین بار نشون دادیم، امروز هم بعد از برنامه به شما نشون میدم. دوستان با دقت کامل نگاه کنید این ویدیو رو، و با وجودی که بابک هروی میگه که این روزا هر کسی یه دوربین به صلاح تلفن داره، برنامه داره و اینها، و من بهش میگم که اتفاقا چون هر کسی داره این کارو میکنه، شما باید چندین برابر گذشته این ویدیوهایی که به اصطلاح افشاگری میکنه، شفاف سازی میکنه، مردم رو که به هیجان اومدن احتمالاً به یک راه کج میخوان برن، شما راهنمایی میکنید. چقدر قشنگ این ویدیو 17-18 دقیقه است، باور کنید من تا امروز صبح 4 مرتبه نگاش کردم. صحبت میکنه میگه آقا خانم این کارایی که شما میکنید آخوندها رو خوشحال میکنید، هر سازمان دولتی و بین المللی و حقوق بشری که رفت اونجا، گیرم مثلا این امنستی اینترنشنال، میگن آقا بیا بشین اینجا، میشین اینجا. ویدیو نشون میده یه پسر جوانی به گفته این ریگستارت، اسم ریگستارت رو گذاشتن ریگستارت، به گفته ریگستارت میره در یه مسجد رو آتیش میزنه، میره یه بانکی آتیش میزنه، میره یه مدرسه، اتوبوس مدرسه که نمیدونم داریم یا نه، میره یه مدرسه رو درش آتیش میزنه. این فیلم رو اگه نشون بدن به اون مأمور امنستی اینترنشنال یا عفو عمومی، سازمان عفو بین المللی، اون چی میگه؟ بهش میگن آقا خانم تو کشور شما، تو اروپا، تو آمریکا، اگه یه کسی این کارو بکنه شما چیکارش میکنی؟ طرف میگه ما میگیریمش. یک. از یه طرف دیگه این اعتراضاتی که چقدر قشنگ راجع به این، من هرچی میخواستم یه چیزی راجع به این دختر انقلاب و اینها بگم، گفتم آخه آدم تا دهن باز میکنه احمقای مثل ترابی و نمیدونم کامران قادری و اینها نشستن که یه اتهامی و یک به اصطلاح تهمتی بهت بزنن، ولی بابک اینو قشنگ صحبت میکنه. و همون جوری که منم قبلا گفتم خانم مسیح علی نژاد، آزادی یواشکی یعنی چی؟ یعنی من تو خیابون آزاد نباشم، بیام تو خونه؟ خب این که میشه مثل ماجرای ساواک، این میگه ماجرای ضد اطلاعات، بله تو فامیل و تو دوستان میتونستی صحبت کنی، تازه همونجا با ترس و لرز ممکن بود اونها لود بدن، و این شد آزادی؟ آزادی که یواشکی نداره، آزادی باید خیلی هم قایمکی باشه و بهش افتخار کنیم، با صدای بلند بگیم، پاشم وایسیم و نذاریم یه کسی هم بیاد این آزادی رو از اون بگیره، ضمن اینکه خودمون احترام میذاریم به آزادی دیگران، به اصطلاح از مرز آزادی تجاوز نکنیم. یه چیزی رو که با بابک اینجا اختلاف دارم، شاید اگه بیشتر دقت کنه اونم به این نتیجه برسه، این ماجرای Voice of America هست. یه مقداری اگر هیستوری یعنی تاریخچه این Voice of America رو اگه بخونید، میبینید که پروپاگاندا که میدونید چیه، همون جوری که بی بی سی صدای دولت انگلستانه، بلنگوی دولت انگلستانه، Voice of America بلنگوی دولت آمریکاست دوستان، نه بلنگوی من و شما، بلنگوی دولت آمریکاست. اتفاقا این اگه یکم دقت کنید نشون میده که خط مشی اوباما، جورج بوش، ترامپ همونیه که بود، منافعشون در اینه که این آخونده باشن، منافعشون در اینه که به شما یه آزادی انقدی بدن شما خوشحال باشین، و اونا نفتی رو که باید امروز روز، اون حرفی رو که شاه زد، گوه آقا ماشین 3000 دلار بوده، نفت ما مثلا 20 دلار بوده، حالا ماشین شما 10000 دلاره، نفت ما شده 22 دلار. خب باید به نسبت بره بالا بماند. البته این وظیفه شاه نبود، شاه اشتباه کرد. شاه نباید میگفت، باید این در اوپک، وزیر نفت، دیگران، و بعدم کسی که نمیاد دستشو رو کنه، پوکر باز بازی کنه. بماند. Voice of America صدای آمریکان، دولت،
یه بودجه ای اگه یادتون باشه یه پولی هم بود 70 میلیون دلار و اون موقع خانم کاندالیزا رایس اون سیاه پوستی که هنوزم شوهر نکرده ولی اولین دوست پسرش گویا ایرانی بوده و اینها، شاید هم به همین خاطر میخواد بره ایران جنگ کنه بزنه خراب کنه، این خانم 70 میلیون دلار گذاشت و ایرانیانی هم که فوری بوی کباب شنیدن، آقای ضیاء اتبای دیگران آمدند و اینا، بعد دیدن آقا اصلا این پولا به شما نمیدن، این پول میره وایس آف امریکا تحت سرپرستی افرادی من جمله خانم ستاره درخشش. اونا تصمیم میگیرن کی بیاد، کی حرف بزنه، کی بره بیرون. و دیدید تا حالا هر کسی اومده خواسته یه حرفی بزنه، یه قدم به غیر از مساله اینا ورداره که آخرش منتهی میشه همون مساله آخوندا، با سلام و صلوات کردنش بیرون، هیچ کم نتونسته هیچ کاری بکنه. از اون جوونا صحتی و اون یکی دیگه تا اون آقای مصلحی و تا اون آقای سیاوش آذری، هیچ کدومشون نتونستن، چون اینا قوانین آمریکا رو بلد نیستن، فقط بلدن بیان توی فیسبوک به شما بگن آقا اینا بله میدونیم، حالا چه باید کرد نمیدونیم. بابک هروی آمده یه همه پرسی گذاشته. بابک جون من فکر نمی کنم با همه پرسی شما بتونی نتیجه این همه پرسی رو ببری کنگره و کنگره بگی ما قانون دولت رو عوض میکنیم. بارها این کار شده، بارها افرادی رفتن مثل آقای کنت تیمرمن و چند تا سناتور دیگه، همین زجرآور احمق، رفتن گفتن هیچ اتفاقی نیفتاده. وقتی شما میای به دوستان میگی اینجوری، باید اول سوال کنی و مطمئن باشی. اگر آقا اولا مثلا فکر میکنیم مثلا 1 میلیون بیان که نیستن، حالا بگیم 100,000 تا ایرانی بیان، 99,000 تاشون بگن که بله این وایس آف امریکا به اصطلاح در جهت آخوندا هست و در جهت منافع مردم ایران نیست، شما من بگو این کاغذ رو پرینت میکنی یا عکس میگیری اسکرین شات کجا میبری؟ به چه آفیسی میبری؟ میبری کلانتری محل؟ میبری شریف؟ میبری به من بگو کجا میبری تا من با اونا تماس بگیرم بگم من همچین چیزی رو دارم امروز ببینم اونا چی میگن. اینجوری نیست عزیز من، به نظر من اینجوری نیست. با یه سفر بیا اینجا. اون دفعه که اومدی ما رفتیم هم نشستیم تو سورنتو منتظرت، رفتی خسته شدی تو واشنگتن نیومدی، این بار که اومدی 2 روز اینجا باش، بریم این قده سرطانی. این خمینی حرف درست زد، گفت آمریکا شیطان بزرگه. همین که ببین شما همه دنیا رو ریخته به هم، 20 میلیون نفر رو تا حالا کشته توی این چند جنگی که تو 30 سال گذشته بوده، ولی همه فکر میکنن اینجا مهد آزادیه، همه میان دستمال و پارچه میبندن به حرم مجلس. و گفتم تو اون روز دیدم این دوستمون نوشته که کنگره ای نمیدونم بین المللی، آها چقدر قشنگ گفتی باز بابک راجع به این میگه آقا اینا میرن نمیدونم قانون اساسی اوگاندا روگاندا اینا رو میارن بعد میگن خودمون نوشتیم. آقا مگه مشکل ما قانون اساسیه؟ قانون اساسی ما رو هر جوری دلتون میخواد بردارین. کی اجرا میخواد بکنه؟ کی تعهد میده که اجرا کنه؟ امروز یه فیلمی رو یه دوستی برای من فرستاده بود، گفت آقا نگاه کن این سکویی احمق و این شامورتی، اون موقع اسمش مهدی وطنخواه بود بعد عوض کرد گذاشت آریان وطنخواه، گفت ببین اصلا اینا با نادانی بیننده ها رو به نادانی کشوندن. یه خانمی زنگ زده بود میگه آقای سکویی شما از قول من به رضا پهلوی، حالا اینجا هر شب این رضا پهلوی رو می‌بینه، اینقدر اینا رضا پهلوی کردن که رضا پهلوی با این نادانیش یه اعلامیه داد که آقا این سکویی بی پدر و مادر اصلا هیچ رابطه‌ای با من نداره. اوکی. شما برو آقای سکویی به رضا پهلوی بگو که مگه تو به اختیار خودت شازده شدی؟ مگه تو به اختیار خودت ولیعت شدی؟ حالا نمیتونی به اختیار خودت بگی من شاه نیستم میخوام شهروند بشم؟ من اصلا چشمام داشت از حدقه در میمد، مگه میشه یه نفر تو آمریکا زندگی کنه، تو لس آنجلس زندگی کنه، به یه تلویزیونی زنگ بزنه و بگی به این بگید آقا شما بی خود میکنی؟ گفتم حتما این خانمش هم گفته مگه شما دست خودت بود که بشی پسر عمون؟ مگه شما دست خودت بود که بشی فلان؟ خب باید بشی همسر من، رفته باش ازدواج کرده. هرچی پسر عمو گفته احمد دیگه ثابت کردن که ازدواج پسر عمو دختر عمو پسر خاله دختر خاله پسر عمه دختر عمه خوب نیست. ولی این خانمی که زنگ میزنه اینجوری میگه، بعدم یه جایی
به خانمه میگه که خانم من که با رضا پهلوی هر روز صحبت نمی کنم، شما برو به نوریزاده و آقای خونساری بگو. حالا من اگه یه وقتی با آقای مرداد خونساری صحبت کردم، چون ایشون گفته بود میره سفر، بعد از سفر به ما خبر میده، وقتی میان خسته هستن معمولا یادشون میره قولهایی که دادن. یکی از مشکلات بزرگ ما ایرانیا اینه که به قولهایی که میدیم وفا نمی کنیم. اول یادمون میره، بعدم اگه یادمون باشه وفا نمی کنیم. در صورت این شیشه بری ها ثابت کردن که دیدن رنگای مختلف به شما شادی میده، ثابت کردن که شادی، خنده، جوک عمر شما رو طولانی میکنه، ثابت کردن که به اصطلاح دو سه بار در شب بیدار شدن و رفتن دستشویی و بعدم وقتی برمیگردید دوباره آب بنوشید از سکته، مخصوصا سکتهایی که در خواب اتفاق میفته، یا ایست قلبی یا ایست مغزی هر چیزی جلوگیری میکنه. ممنون و متشکرم. اجازه بدید من از تمام دوستان مخصوصا از فرخ سپهرار گله کنم، چون دیدم یه البته مثلا هر کدومشون 10 تا 20 تا دوست دارن، ولی دیدم مثلا برنامه دیگران رو میذارن، با ما که ادعای دوستی میکنن برنامه ما رو نمیذارن. اولا شما برنامه منو که بذاری مثلا الان که زنده هست شیر کنی، 20 دقیقه دیگه که میری یه برنامه دیگر رو نگاه میکنی اونو میذاری، اون میاد بالا، ما دیگه رفتیم پایین. ولی این اقلا با آدم یه دلخوشی میده که آقا این 50 تا که میان اینجا 20 تاشون شیر کردن، 20 تاشون براشون مهم. بذارید من یه چیزی براتون بگم، هفته گذشته یادم رفت. تو آمریکا یه چیزی دارن میگن که طرف اکسترا مایل برد میره، یعنی از خوبی، محبت، دوستی میاد. من نمیدونم تو فارسی ما چی داریم، تو فارسی همش تعارف و دروغه. میگه آقا طرف جونش هم برد میده، در صورت که بهش بگه آقا یه تومن بده من، میگه میدونی الان نمیدونم چطور شد یه دفعه جیبم پاره شد پولام نیست. حالا خوب شد تو به من گفتی، یادم افتاد، من اصلا همین الان یه تومن احتیاج داشتم، تو به من یه تومن بده. در حسن آمریکا یا میگه they go extra mile for you. من هفته گذشته مجبور شدم یک سفر کوتاهی به مریلند داشته باشم و این دوست اون آقای بیژن جعفری، حالا چون ایام والنتاین هست و اسم کمپانی ایشون هم والنتاین هست، من یادم افتاد آقای بیژن جعفری، من بهش گفته بودم که من میام اونجا این ماشین رو میذارم بعد با اوبر برمیگردم. من معمولا دوست ندارم مزاحم دوستان بشم، ولی این آقا اولا کارشو ول کرد، ما رو آورد، میگیم آقا ما رو برسون تا این ایستگاه، میگه حالا بشین داریم صحبت میکنیم، میگه آقا ما رو برسون تا این ایستگاه، گفت آقا بشین صحبت کن. بنده خدا واقعا چند مایل اضافی رفت، اون ضرب المثل آمریکایی که he will go extra mile for you، این بنده خدا چند مایل اضافی رفت حالا به طرف منزل خودش. میگم آقا منو اینجا پیاده کن، من از اینجا سوار اوبر میشم، میخواستم برم خونه دخترم میرم. گفت آقا مگه میشه؟ در اصل ممنونم ازت، خیلی چی بگم، بعضی وقتا میگم آدم وقتی که از ایرانی ها ناامید میشه، یه کمی دلخسته میشه، دل سرد میشه، یه دفعه یه اتفاق اینجوری میفته، میگه نه بابا همشونم بد نیستن، همشونم بی مهر و بی محبت نیستن. دوستان 14 فوریه اینجا آیت الله والنتاین، سنت والنتاین، نمیدونم داستانشو میدونید، بهش گفته بودن که کسی ازدواج نکنه، مثل فکر کنم سازمان مجاهدین بوده، ولی این مراسم ازدواج برقرار میکرده و اینها، خلاصه پادشاه میگیرد شده میدونم میکشد شو اینا، از همین داستانایی که اصلا از روز آفرینش این داستانای دروغ بیشتر از حقیقت توی زندگی ما بوده. خلاصه سنت والنتاین رو به عنوان نماینده و سمبل عشق و دوستی و محبت و لاف به زبان انگلیسی گذاشتن. حالا از این ور به اصطلاح بیزینس ها میان شلوغ میکنن و میگن برای خانم شکلات بخر، اون به اون میگن برای آقا اتکلون بخر، به اون میگن برای اون ماشین بخر. من فکر کردم اگه واقعا ماشین احتیاج داری، خب الان بهترین موقع است تماس بگیرید با این آقای بیژن جعفری، والنتاین موتور، ببین والنتاین ماشین رو بخرید، هم ماشینتون نونوار شده، هم اینا براتون دلیوری کنن، یعنی بیارن یه فکل بزرگم بزنن، مثلا برن سر کار خانمتون بگن که این کلید ماشین، ماشینتون بیرونه، این چقدر سورپرایز میشه و خوشحال میشه و اینا. اگرم خواستید اصلا من اون ماشین براتون میارم،
خب بعضی ها انقدر ما رو دوست دارن که پریشب توی مهمونی بودم، به چند از دوستان سلام علیک کردیم اینا، چندشون گفتن آقای سویمات شما رو از سال 2001 میشناسیم. گفتم خب خیلی خوشحالم که هنوزم با من صحبت میکنید. در هر صورت اگه خواستید حتی من براتون میارم، مجانی من براتون رانندگی میکنم میارم، ولی تماس بگیرید، ماشینای خوبی داره و قیمتاش هم خوبه، مناسب کار میکنه باهاتون، کردیتتون بد باشه، ماشین قبلی قسط نداده باشید خدای نکرده و اینها، فکر کنم ایشون به اصطلاح انقدر خودش تو زندگی تجربه داره که برای هر کسی بعضی وقتا مشکلاتی پیش میاد. مشکلات رو برای هر کسی پیش میاد، هفته پیش جمعه و چهارشنبه و اینها با صحبت از آقای رضا زرابی شد و یه آقایی که از نیویورک پیغام گذاشته بود، من پیامش رو پخش کردم و چقدر شما دوستان گفتید که آقا این حرفی که من زدم درست بوده و این کاری که این دوستمون کرده اشتباه بوده. و خود آقای رضا زرابی یه ویدیویی که از قبل از این ماجراها، حتی چون این آقا اسم آقای ایرج مصداقی را آورده بود، آقای ایرج زرابی درباره رضا زرابی درباره ایرج مصداقی صحبت کرده و میگه که بابا اینایی که توابن، تواب تو رژیم جمهوری اسلامی، اینجوری نیست که شما بگی آقا غلط کردم بگم برو بیرون. برای ثابت کردن اینکه تواب باشی شما باید بری تیر خلاص بزنی، باید بری نمیدونم یه کسی رو بکشی، یه کاری بکنی که اونا بهت اطمینان کنن. در صورت حالا آقای ایرج مصداقی هم به نظر من این اگر میرفت برای خودش کار و زندگی خودش اینها خیلی بهتر بود تا اینکه با این سابقه، این بلنگوی مجاهدین بوده، این همه دروغ و مردم داده، حالا بیاد مثلا بگی که این آقا بهش میگن رضا دوزه. و دیدم که این آقای رضا زرابی تو ویدیوش قشنگ برای مردم توضیح داده که اینم مثل هر ایرانی دیگه، مثل هر جوونه دیگه ازدواج کرده، طلاق داده، بعد میگه از آمریکا رفته آلمان، آلمان بهش گفته تو از یک کشوری اومدی که احتیاجی به کمک نداری، کمکش نکردن، اینم جوان بوده و اشتباه کرده، رفته شاپلیفتینگ رو گرفتن و انداختن زندان. من فکر نمیکنم تو آلمان برای شاپلیفتینگ 10 سال 8 سال کسی رو زندان بندازن. حالا بگیریم که زندانش انداختن، آقا شمایی که نشستید تو نیویورک بیا از حرفایی که امروز این میزنه ایراد بگی، بگو آقا این برنامه که این میگه من قبول ندارم، اون وقت میاره در ردیف خود من. همین امروز با یه آقایی به نام خدایا اسم این آقا چیه؟ آریاس به باوند صحبت میکردن و اتفاقا قرار شد ساعت 12 به من زنگ بزنه تا چون گفت چهارشنبه نیستم و اینها، و بهش گفتم که من مخالف شما هستم. با خوشرویی تمام گفت خیلی خوشحالم که مخالف من هستی، چون مخالفین و دشمنان ما را قوی میکنند. بهش گفتم آقا گوش کن، من دشمن شما نیستم، دشمن کسی میشی که بشناسیش، بهت دشمنی کرده باشه. شما چه دشمنی به من کردی؟ شما یه جوونی هستی، احتمالاً از من جوونتر، خیلی هم جوونتر، راه افتادی میگی میخوام برم ایران آزاد کنم، برو به سلامت. من میگم آقا این راه که تو میروی درست نیست، نه باهات مشکلی دارن، نه اومدن مثل پلیس که جلوتو میبندن با نمیدونم زنجیر و این سیمای خاردار جلوتو بستن، و میگم اینجوری شما اگر امروز اومدی من گفتی من میخوام یه رستورانی درست کنم چلو کبابی، بعد گفتی من دکتر بهم گفته هر روز ظهر از 11 تا 1 باید برم بخوابم، میگم خب آقا 11 تا 1 موقع لانچ بازاره، موقع نهار بازاره، تو میخوای بری بخوابی؟ این به کار تو نمیخوره، دشمنت که نیستم، مخالف این راهی هستم که تو در پیش گرفتی، میخوای بری رستوران درست کنی ولی 11 تا 1 بری بخوابی، بله شب میخوای باز کنی، از 9 شب باز کن، دیسکو باشه فلان اینا، خودمونم میام یه عرقی هم میخوریم، یه مشروبی هم میخوریم. در هر صورت این ماجرا رو که گفتم، یه ضرب المثل این غلام ترشیزی به من گفت که میگن که طرف رفت یک تعمیرگاه ماشین واز کرد طبقه دوم یک ساختمان، بعد آمد بعد 2-3 ماه ورشکست شد، به همه شکایت کرد، گفت من اونجا تعمیرگاه داشتم شما نمیبدید. طرف گفت آقا شما رفتید طبقه دوم، ما چجوری طبقه دوم ماشین اونو بیاریم؟ برای غلام نوشتم که اتفاقا توی آرلینگتون، حتما کاووسی هم میدونه، توی آرلینگتون یک سری ماشین های انگلیسی به نام ام جی، نمیدونم قبلا یک چیزی گاراژ بوده،
در اصل میدونید ماشین انگلیسی کوچیکی هست که الان به صورت کلاسیک یا کلکتبل آیتم جمع میکنن اینها، و این تعمیرگاه طبقه دومه. ولی خب خیلی ساده است، الان دیگه شما دیدین پارکینگ ها مثلا طبقه 12 پارکینگ ماشین اینجوری میرن دور میزنن میرن. من شنیدم حتی تو ایران آپارتمان هایی ساختن که شما میری ماشینتو میذاری توی آسانسور با ماشینت میری بالا، همون طبقه ای که هستی یه پارکینگ هم گذاشتن. درست شنیدم؟ والا ما یه چیزایی از ایران شنیدیم که اصلا فکر کنم اگه بریم اونجا، ما خب شیرازی ها وقتی میمدیم تهرون همون موقع هم میگفتن آقا اینا شهرستانی هن. البته شیرازی ها رو کسی نمیتونه مسخره کنه، چون دیگه اگه بخوان مسخره کنین و خیلی کارتون خراب میشه، شناسنامتون میارم رو میز، میدونید که این میز تشریح ما خیلی خطرناک. ولی امروز من و شما اگه بریم تهران فکر میکنم ماها از دهات اومدیم. آمریکایی که خیلی ساده، یه گستشن، یه پمپ بنزینه، اون ورش یه مکدونالد، این ورش یه برگر کینگ، اون ورش دوباره یک گستشن با همون نام، این ور تگزاکو، اون ورم تگزاکو هست. یه دفعه بری ایران ماشینی تو آپارتمان خریدی، ماشین رو میبری داخل، میبری بالا، میذاری بغل دستت، از صبح از شب تا صبح همینجوری ماشین رو نگاه میکنی. اینها بماند. گفتم که غلام جون تعمیرگاه ماشین طبقه دوم هم هست. به آقای هروی یه بار دیگه پیشنهاد میکنم که این فیلم ها رو اگه اون موقع ماهی یه بار میساختی، الان هفته یه بار. اگه اون موقع هفته یه بار برنامه داشتی، الان روزی چند دقیقه، هرچی هم کوتاه‌تر باشه بهتر. یکی از دلایلی که مثلا ویدیوهای من 700 تا بیننده داره اینه که 2 ساعته بعدم پخشیم روی این فیسبوک، روی اون فیسبوک، روی وبسایت خودمون، روی این. یه مدت رو تلگرام هم بودیم، گفتم آقا نمیخوام، ما برای 50-60 که میان اونجا هی خودمون رو کوچیک‌تر کردیم. مثل که شما یک پیتزایی داشته باشی، یه نونی داشته باشی، خب نونو گذاشتی اینجا همه میان یه نون میبینن، ولی این نونو نصف کنی هر کی میاد نصفش میبینه، نونو یه چهارم کنی 4 قسمت بذاری هر کی میاد یه چهارمش میبینه. شما برنامه ها و این گفتاری که میدونید، من اصلا آشناییم با بابک هروی اینجوری شروع شد. این یه تحقیقی رفته بود انجام داده بود روی شاپور بختیار، که آقا خانم این شاپور بختیار که میگید ایشون نه مرغ طوفانه، نه آزادی خواهه، نمیدونم شجاعه، و اینم چون فامیل بوده با فرح گفته الان توی این دوره گذاری که من میخوام سر شاه رو به اصطلاح زیر آب بکنم و بعد خودم بیام بشم و سیستم نمیدونم پادشاهی ایران رو بکنم سیستم ملکه‌ای یا چی میگن به اصطلاح شهبانویی، این از بختیار استفاده کرده. بختیارم یابو ورش داشت، اومد گفت من مرغ طوفانم و از این چی میگن باد و اینا نمیترسم. دوستاشم که توی جبهه ملی بودن از اون آقای رزمارا و رزماراست که دیگران گفتن حالا داداش بشین پای منقل یه تریاکی بکش، خیلی ناراحت نشو، فشار خونت میره بالا. من زنگ زدم با بابک صحبت کردم، گفتم آقا من ویدیوهای شما رو تو تلویزیون ای2 دیدم و مایلم که اینجا پخش کنم و ازت اجازه گرفتم. ایشون گفت خیلی هم خوشحال میشم بهش کنم. ضمناً شما با اون آقای دکتر مصطفی هروی نسبتی داری؟ گفت عموم بود، فوت شده. گفتم ای بابا پس ارادت ما حالا دو برابر شد یا چند برابر شد، چون آقای دکتر هروی اینجا به من خیلی محبت داشت و به من میگفت که سوربی من دیگه پیرم، حوصله درگیری با این و اون ندارم، ولی به من اینفورمیشن میداد، یعنی چیزها رو یاد من میداد که آقا. بعدم زندگیش اینجوری بوده، گویا شاه یه هیئتی رو از ایران انتخاب میکنه که بیان اینجا نگاه کنن زندگی رو، برگردن بگن چه کار کنیم که ما ایرانی ها هم آدم بشیم، چون شاه فکر میکن ما آدم نیستیم، اینا آدم. آقای هروی وقتی میاد اینجا نگاه میکنه میبینه اصلا there is no way، یعنی امکان نداره ما یه روزی مثل اینا بشیم. برمیگرده ایران، به اونا میگه من حالا گزارش رو تهیه میکنم، به گویا خانمش و بچه ها میگه دستپاتون جمع کنیم و بریم، و میاد اینجا. اون بود که به من یاد داد که شعری هست فردوسی، میگه که شاه و شیخ هر دوشون برادرن، تو گویی که اینا هر دو به اصطلاح زیر یک خیمه و زیر یک چادرن و زیر توی مدرسه آموزش دیدن. در صورت روان او شاد، بابک هروی ممنونم. این فیلم بابک هروی رو دوستان بعد از برنامه خودم دوباره نشون میدم و تا چهارشنبه هم میذارم چندین بار به اصطلاح
نشون داده بشه. اگر بابت این فیلم رو روی یوتیوب گذاشته باشه و لینکش رو زیر برنامه های فیسبوک هم بفرسه، من بیشتر ازش ممنون میشم. و اما امروز بعد از 29 دقیقه خدمتتون بگم که دوشنبه است، پنجم ماه فوریه 2018، برابر است با 16 بهمن 1396. دختران انقلاب، حجاب اجباری نیست، شدیداً برخورد میکنیم. خیلی ها دخترای انقلاب اینو گفتن، همین بابک هم میگه، میگه توله مطهری گفته آقا حجاب که اجباری نیست، کی میگه این حرفا و فلان، همینه داشته باشید. اون وقت از اون بر اون وزارت اطلاعات ارشاد و اینها گفتن ما با اینها شدیداً رفتار میکنیم. و این وسط این روحانی اون وقتا به چیز میگفتن سید خندان، به خاتمی، به این چی میگن، این روحانی آمده مردم رو گذاشته سر کار و مثلا راجع به گرونی میگه من نگفتم گرونی و تورم نیست، گفتم به نسبت اونها الان چیزا یواشتر گرون میشه. در صورت من فکر میکنم اینا همشون یکی هستن، اینا همشون از یک طویله، به اصطلاح سرشون تو یک آخره و الی آخر. در رابطه با فرخ گفتم، اجازه بدید من اون روز یه پیامی رو گذاشتم، بعد گفتم پیام فرخ رو بعد از برنامه گوش میکنم. بعد از برنامه که رفتم، فرخ جان پیامت این بود، پخش اصلا ضبط نشده، نمیدونم راه میرفتی چی بوده، بذارید من اینجا چندین پیام امروز دارم و اینا رو با هم پخش میکنیم. یکیشم پیام آقای باقر هرندی است که گویا به خودش زحمت داده و به این نادان دانیال توسی تماس گرفته. خیلی خوشحالم که اینا خودشون میان با پای خودشون. یکی از دوستان من گفت سوربی تو اگر این طرفدارای پادشاهی و تندروا آدمای عاقلی بودن، تو 6 ماه هم برنامه دوام نمی برد. گفتم چرا؟ گفت حرفی نداشتی برای گفتن، ولی تو نمیدونم چرا اینا مهره مار داری چی داری، اینا با پای خودشون میان میفتن تو این دام و تو نگاهشون میکنی میگه نگاه کنید ببینید چه موجوداتی هستن. پیام آقای این شیش ماله، ببین آقای فرخ عزیز، من اینو روشن میکنم، دستامو میگیرم تو هوا، ببین من تا کجا پیام. 3 دقیقه است ولی فکر کنم روشن گذاشتی، یه بلای سرش اومده، گوش کنیم. الو سلام آقای پارسای عزیز، من فرخ هستم، این پیام برای شما خصوصیه. من یکی دو تا چیز براتون از طریق مسنجر فرستادم، نمیدونم میتونین بگیرین یا نه، چون من نمیدونم چجوری از طریق ایمیل بفرستم. یکی درباره این شخصی که تا همینجا و ایمیل من خیلی ساده است، usa.sorbi@gmail.com. ولی اگه کلن با ایمیل کار نمی کنی، با فیسبوک هم شما میتونی پیام بفرستی. و من خیلی برام عجیبه، مثلا یه دوستی داریم، حالا یه دفعه با ما صحبت کرد، اسمشو گفتیم، بعد آقا من نمیخواستم اسمم گفته بشه، گفتم آقا من نمیدونم، شطور سواری که دلا دلا نمیشه. بعد دیروز بود اتفاقا برای من نوشته بود که عمو سوربی میشه با هم صحبت کنیم، گفتم این تلفن بده میخوام صحبت کنم. ببین اینجوری گفتم، تلفن بده میخوام صحبت کنم، یعنی اون میخواد حرف بزنه، میگم این تلفن زده، پیام گذاشته، عمو سوربی این که پیام میگیری این که شما نیستی، میگم آها میخوای گفتگو داشته باشیم، یه چی شما بگی یه چی من بگم، من حرفی ندارم، در چه موردی میخوای صحبت کنی؟ چرا اینقدر ما از این پیامگیر میترسیم و یاد نمیگیریم قشنگ درست پیام بزنیم؟ ضمناً اگه اشتباه نکنم این شماره که شما زنگ میزنی میتونی بعد از این که پیام گذاشتی بزنی شماره 1 یا 2 گوش کنی، اگر بد بود مورد پسندت نبود پاکش کنی، اگه مورد پسندت بود ارسالش کنی، حتی میتونی ارسال 2 قبضش کنی سریع بیاد. اینا رو نترسی، کار کنی. اون جوکه بود یا جوکه نشا میگه نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم در این کشتی کمدانی و ندونستن تکنولوژی، نترسید نترسید، ما همه با هم تو این کشتی نشستیم و روزانه یه چیزی یاد میگیریم. این پیام شما بود، هنوز داره میره ها، تا 2 دقیقه و 11 تا 3 هم میره، هیچی دیگه صحبتی توش نیست. و اما برای این که ببینید طرفداران
افرادی مثل این سید دلغک چه کسایی هستن، خیلی باز خوشحالم، ممنونم از این آقایی که آمده و پیام گذاشته. اولش که آدم پیامو گوش میده میگه خب بالاخره ایشون یه نفر رو پیدا کرده، دنبالش میره، دعا میکنم هم اون درست به اینا راه نشون بده، هم اینا موفق باشه. هی که گوش میدی عصبانی میشی، میگه خدایا مگه میشه یه نفر به این احمقی باشه که به یکی زنگ بزنه بگه من نمیدونم شما اینو میشناسی یا نه؟ اگر نمیشناسی که خب یه همچین آدمیه، ولی اگه میشناسی دنبالش نمیری فلان اینا، فوش بدن به تو. ای بابا شما این نوع آزادی رو میخوان ببرین؟ آقای بنی صدر یه صحبت کرده دوستان، نمیدونم جدیده یا قدیمیه، ولی در رابطه با همین روزا هست که اگر دولت حکومت جمهوری اسلامی سقوط کنه باید چیکار کنیم؟ باید شروع کنیم اینا اونو کشتن؟ گفت این میشه که همین حکومت آخونده. ولی یه فلسفه ای رو گفت، حتی یه کتابی رو فکر کنم جنرال هویزر آورده بوده داده بوده که شما باید اینجوری استپ با استپ قدم به قدم پیش برین، آزادی بدین به مردم، آموزش بدین تا جامعه درست بشه. اینجوری نیست که یه شبه شما اینا انداختی بیرون. خب ببین ما اینقدر ببخشید احمقیم که شعرمون میگه دیو چو بیرون رود فرشته درآید. نه آقا، یه دیو گنده اگه رفت بیرون ممکنه 10 تا دیو کوچولو بیام تو، و وقتی اومدن تو اینا بزرگ میشن. پس این شعرها، این زرون مثلا همون واقعا برای شب چهارشنبه سوری خوبه و بریزیش تو کاسه و به عنوان کاسه شعر مصرفش کنی. خب این دوستان، این خانم مونا ماوی، اجازه بدید من ایشون رو به اصطلاح این پیامش رو پاک کنم و من از دوستان دیگه خواهش میکنم که به هم فحاشی نکنید. مثلا آقای سید یوسفی اومده حالا گفته خانم مونا چرت میگه، وقت چرا وقت اگه چرت میگه چرا وقت طرف میکنی برو جای دیگه که چرت نگه. نه اینجوری میشه دعوای حیدر نعمتی، ولش کنید، ما اینجا هستیم به اصطلاح چیز میکنید. ماشین به کالیفرنیا هم میارن؟ فکر نمیکنم. مجید میپرسه که ماشین به کالیفرنیا هم میارن؟ بعد ببخشید من با وجود که قول دادم با فیسبوک کاری نکنم، ولی این احترام متقابل به دوستان رو واقعا نمیتونم. یعنی وقتی میان خجالت میکشم که طرف میاد حتی اگه با سر اشاره میکنه سلام، من خودم بزنم اون و بگم ندیدم. اقلا ما هم میتونیم اینجوری کنیم، میتونیم حرفمون رو قطع نکنیم، موضوع صحرای کربلا و نمیدونم داستان امام حسین رو قطع نکنیم، ولی به ایشون ادای احترام کنیم. اینم برای فیسبوکی ها که ادای احترام باشه. دوستان این یه نفر از طرفداران ریستارت سید دلغک، شما اینو گوش کنید، بعد شما اگه لهجه ها رو بهتر تشخیص میدین به من بگید ایشون اهل کجاست. من به نظرم اومد اهل خوزستان و اینها باد باشه، ولی به قول اندی اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم. ولی مهم اینه، میخوام این آقا صدای خودش رو بشنوه و بعد به من بگه که ببین سوربی، تو فهمیدی که اینایی که احساساتی میشن، اینایی که به حرف این دلغک گوش میکنن، اینا در حقیقت دارن آخوندها رو خوشحال میکنن. امروز برای آقای ناصر رحیمی نوشتم، آقا دیدی چه فرشایی به من میدادی اون موقع که احساساتی شده بودی؟ من بهش میگم آقا تو زن و بچه و نبد تو کالیفرنیا تو خارج نشستین، این بدبخت این بچه ها رو میندازی دست این جانورا، اینا بهشون ریت میکنن، بهشون شما مواظب خودت باش شما ریت نش. اون کسی که دیگه بخواد تو این سن و سال منو ریپ کنه مگر اینکه یه احمقی مثل شما باشه. ولی اگه وجدان داشته باشیم یه لحظه به خودمون میگیم که wait a minute، صبر کن ببینم این سوربی واقعا داره درست میگه. ولی وجدان اینا ندارن. اینا مثل اون خانم گوینده اسرائیلیه که گفت که آقا جمعیت ایران 77 میلیون، حالا 7 میلیونش هم کشته بشه 70 میلیون داریم، هنوز دو برابر 35 میلیونی که ما اومدیم. ولی به این خانم اگه بگی یه قطره خون از شما یک کلیمی از شما یهودی ریخته بشه میگه ای بابا چقدر نفهمی، خدا ما رو به عنوان قوم به اصطلاح چی میگن chosen people انتخاب کرده، قوم برگزیده
امروز خانم ندا امین داشتم باهاش کلکل میکردم. اولا میگه من در بهشتم، در اسرائیلم. میگم خب شما که در بهشتی چقدر ناراحتی، چقدر. بعد میگه هیچ جا وطن نمیشه و اینا. براش شعری نوشتم که بابا وطن آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. بعد گفت نه اینا. گفتم خب حالا که خیلی تو وطن هستی، برات شعر من اینجا ریشه در خاکم، مال فریدون مشیری رو براش فرستادم، امیدوارم لذت ببرید. بشنویم دوستان و شما از خودتون سوال کنید، آیا حاضرید امشب آخوندا برن و فردا این ریغ استارت، سید دلغک و افرادی مثل این بیان؟ گوش کنید. درود بر شما جناب پارسا. همین یه چیز یاد گرفتن، درود بر شما. احمق، همه تون دروغ میگین. به همین خاطر این کلمه دروغ بر شما خیلی بهتر از درود بر شماست. کسی که به یه نفر میگه درود، دیشب این پادشاه اردن ملک عبدالله با چیز داشت صحبت میکرد، اصلا مال هفته پیش بود ولی دیروز داشتن پخش میکردن، با آقای فرید زکریا. گفت که آقا این نادان ترامپ که میگه مسلمونا دشمن ما هستن، این نمیفهمه اون مسلمونایی که این میگه، اون مسلمونا دشمن مسلمونا هم هستن. و الا من به عنوان مسلمون وقتی میرسم به شما بگم السلام علیکم، یعنی پیس اپان یو، یعنی صلح و صفا تقدیم به شما. آخه مردک نادان، کسی که زنگ میزنه به یک کسی میگه درود بر شما، بعدش اینجوری حرف میزنه. بشنوید و این احمقا رو بشناسید دوستان. بهادر هستم از حامیان گروه ویستار سه محمد حسینی. نمیدونم آشنایی با این گروه دارید یا ندارید، ولی به هر حال زنگ زدم که با شما صحبتی داشته باشم. پیغامگیرتون پیغامی میذارم براتون و ازتون میخوام که از این گروه ویستار، از این گروهی که بعد از 40 سال که شما ها نتونستید شما ها... ببینید دوستان، اول داره میپرسه آقا شما میشناسی یا نمیشناسی. خب احمق، شاید من بگم یه همچین عوضی رو من نمیشناسم. بعد حالا شروع میکنه که بعد از 40 سال این حضرت دلغک بلند شده، کسی که یا مشکلی داشته تو خانوادش. دوستان من هنوز منتظرم یه کسی بیاد داستان این رابطش با آخوندا، ملیجک بودن آخوندا، چجوری تونسته اونجا اینقدر محبوب بشه و این همه شو و برنامه داشته باشه، اینا رو یه نفر بیاد بگه. چون یه دوستی داشتیم اسمش فکر کنم اونم بابک بود، بابک دلنواز یا دل... یه چیزی اینجوری یه فیلمای درست میکرد، مثلا سربی را بهتر بشناسیم یا مثلا شجریان را بهتر بشناسیم. بعد بیاد یه کسی راجع به این سید دلغک بگه این کیه، که یه عوضی بدبخت. اولا این آقا یک جورایی مثل معتادا حرف میزنه. درود بر شما، من نمیدونم که شما میشناسید یا نمیشناسید کاری را که شما 40 سال نکردید. حالا این آقا داره میکنه. آقا دیگه اگه این میکنه احمق، چرا وقتت اینجا میگذرونی؟ برو پیرو به دستورات اون باش. گوش بدید دوستان، بشناسید اینا رو. لیاقت نشون ندادید که بتونید از جمهوری اسلامی رو بتونید زمین بزنید، این گروه اومده داره این کار انجام میده. آره، این لیاقت نشون داده، از ایران در رفته اومده اینجا، هرچی خودشو چسبون به وایس آف امریکا و به رضا فرنود و اینا، همه فهمیدن این شالاتنه. از اینجا بلند شده رفته کالیفرنیا، چون اونجا تعداد ایرانیا زیادتره. هرچی هم تعداد شالاتان زیاد باشه خیلی معلوم نیست. این لیاقت چه نشون داده آقا؟ حالا که این با لیاقت رو پیدا کردی، احمق نادان، چرا به من زنگ میزنی؟ به اون زنگ بزن. بفرمایید. داره برندازی رو انجام میده. بله برنده. از شما میخوام که لیاقت به خرج بدید. من لیاقت ندارم قربونت برم. اگه لیاقت این چیزی که اون داره من ندارم آقا. من ندارم آقا، میارم مین میسم به شما میدم. من اگه لیاقت داشتم نمیمدم یه وسیله اینجا درست کنم که یه احمقی مثل تو به این سادگی بتونه زنگ بزنه، پیغام بذاره، توهین کنه. من لیاقت ندارم، اون لیاقت داره. برو دنبال اون. برو دنبال اون. بفرمایید دوستان، اگر دو لیاقت داشتید شما یک وسیله درست میکردید، میرفتید آخونده را براندازی میکردید. منم اینجا پای منقل
می نشستم وقتی آزاد شد می اومدم بیرون به جای هروئین نمیدونم فلان چی می خریدم. بفرمایید. یه خورده غیرت به خرج بدید از این گروه سید محمد حسینی حمایت بکنید. غیرت تو داری و سید محمد حسینی داره که احتمالاً شما حالا خونه نشستی خانمت داره بیرون کار میکنه. آقا بهادر بفرما، خیلی بهادری بفرما که این هدفش هم هدف براندازیه. اگه این کار کردید که کردید، اگه دست یاری به سمتتون دراز کردیم که بیایید از این ریستال حمایت بکنید. نگاه کنید دوستان، اینا چون خودشون نیستن و چون حرفای تلویزیون رو تکرار میکنن بلد نیستن. اگه این کار کردی که کردی، تهدید، بعد ما دست یاری به طرف شما دراز کردیم. اینجا توی آمریکا گدایی ممنوع نیست، ولی اگه یک گدایی مزاحم شما بشه، یعنی وقتی که میگه کمک کن شما کمکش نکردی، هی شروع کنه همراه راه بیاد. اتفاقا یه فروشگاه افغانی هست اینجا و من هر وقت میرم این پولای خورد تو ماشین، من از پول خورد بدم میاد میدم به این آقا. بعد یه بار دیدم این دیگه اصلا مزاحم مشتری ها میشه و به اون خانمی که اونجا هست گفتم این کار درستی انجام نمیده، من خودمم اشتباه کردم بهش کمک کردم، ولی این الان دیگه مزاحم مردم میشه. گفت به خدا میدونم، هی بهش میگیم برو، میره دو روز دیگه دوباره برمیگرده میاد. ببینید دوستان گوش کنید، این میگه اگه این کارو کردی کردی، ما دست یاری به شما دراز میکنیم، اگر دست یاری ما را قبول نکردی میام جیبتو میزنی. گوش بدید، اگه نکردید همون قضیه چالش آنپاس که هستش، دامنگیر خودتون و خانوادتون میشه. دوستان نگاه کنید، کجای دنیا شما دیدید یه احمقی، بگید اینجا دیگه، یه احمقی از آمریکا به این احمقا میگه برید پاسدارا رو بکشید، زن بچه‌شون رو بکشید؟ این احمق از ایران تماس میگیره به یه تلویزیونی، بعد میگه اگه این کاری کردید نکردید، اگه نکردید این آنپاس دیگه چیه؟ من نمیدونم این کلمه ها رو، دو سه تا کلمه، اولا جنبش ریستارت اسمش غلط. ریستارت یعنی چی؟ مگه استارت کرده بودی که حالا ریستارت؟ ریستارت یعنی دوباره شروع کردن. یعنی چی؟ شما شروع کرده بودید دوباره شروع کردی، اگه شروع کرده بودید چرا به هدف نرسیدید؟ یه چیزیتون خراب بودی، یه جایتون اشکال داشته. خودمونم میدونیم همتون کجاتون اشکال داره، از بس نشستید رو زمین پای منقل تهتون باد میده. آخه مردک، نادان، احمق، شمارتو میذاشتی تو من بیارمت اینجا رو ایر بگم خب چی کار مردم باد بکنم؟ منی که سیل چند سال پیش دیدم آقا این آخوندا گرفتن ولکنم نیستن، بلند شدم مال و زندگیمو شغل دولتیمو به خطر انداختم، ول کردم اومدم. ولی تو پدر سوخته ای که اونجا نشستی خوردی بردی گرون فروشی کردی دزدی کردی، امروز نشستی بیکار تو خونه داری تمه تلویزیون ها رو نگاه میکنی، تو میخوای به من درس آزادی بدی؟ این آزادی برای خودتو بخوره تو سر این دلغک عوضی که شنیدم دنبالشن تو آمریکا. شکایت شده که به اصطلاح این شما نمیتونی از اینجا دستور بدی یک کسی بره اونو بزنه بکشه، این میشه تهدید. و این احمق اگه این کار کردی، اگه میشناسی که میشناسی، اگه نمیشناسی که نمیشناسی، حالا اگه نمیشناسی ما دستور میدیم آن پانچ. مطمئن باشید که میشه. مطمئن هست، شما هر چی گفتی ما مطمئن هست. ولی احمق اگه شما مطمئن هستی که حرفای اون درسته، دیگه چه احتیاجی به من داری؟ برو دنبال اون. خب یکی دیگه هم باز گوش بدیم ببینیم این پیام، فکر کنم مال آقای هرندیه. آها این مال دوستمونه ارادتمند. آقا خیلی ممنون از آلمان. و ببینم که آقای هرندی رو پیدا میکنیم. آقای سوری برنامهاتون این و اون، از این آقای رضا زرایی بپرسید 10-12 سال توی زندان آلمان چه کار میکرد؟ توی زندان زندانی بوده. حالا شما اگه میدونی 10-12 سال بوده، حالا شمارش هم گفته، زنگ بزنم با شمارت صحبت کنم. واقعا چه این کار زشته. آقا شما رضا زرابی رو قبول نداری، همینجوری که من به اون احمق بهادر میگم برو دنبال این سید دلقک، شما قبولش نداری نرو دنبالش، منو قبول داری بیا دنبال من. من میگم چه کار کن، میگم حمایت کن، حمایت میکنی نمیکنی؟ خب منم که قبول نداری، کیو قبول داری؟ تلویزیونای ایرانی میگن کی رو قبول داری؟ آقای فواد پاشایی هم گفت این لجا پهلوی نمیدونی کی رو کجا بذاره. گفتیم برو بابا بهش بگو یکم مطالعه کن. خب بفهم 703 رو گذاشتیم، فرخ 516
اینم اون یکی شماره، آها آقای هرندی شماره تلفنشون فرق میکنه با نیویورک، احتمالا اپستیت هستن. خب ببینیم چی شد. حالا جناب سربی هرندی هستم، سلام. این دانیل توسی آدم بسیار احمقی بود، اصلا من وقتم رو تلف کردم و از خودم واقعا شرمنده شدم که چرا من به همچین حیوانی تلفن زدم. فکر کنم اسرائیلیه، دانیل که معمولا اسم زوداست. خیلی آدم پستی بود، اگر روی برنامه‌تون دیگه اومد باید واقعا همونطوری که امروز توالت رو به سرش ریختید بریزید دوباره. خیلی کثافت بود، حرفای کثافتی که اون آلن داشویتز میزنه این از اون بدتر میزنه. کثافتی بود. ببخشید مزاحمتون شدم، شبتون بخیر. اگرم وقت کردید به من زنگ بزنید. بله خیلی ممنون. من شنبه و یکشنبه کارهای ویدیویی نداشتم، نتونستم با شما تماس بگیرم. دوستی که به من گفتی خب حالا ساعت دو من تماس میگیرم، من چون همشهریم هستی سامان، چون به اصطلاح جوون هستی، نخواستم بهت بگم من ساعت سه مهمون دارم، در نتیجه ساعت دو برنامه خودمه، میخوام خودم صحبت کنم. با همه اینها گفتم باشه شما ساعت دو تماس بگی، ولی نیومدی. دوست عزیز، سیستم تلویزیون مثل اون وقتا نیست که ماها به اشتباه فکر کردیم تلویزیون رو باید ببخشید مثل طویله درشو باز کنیم، خودمان و شما هم مثل اسب وحشی و مثل گاو بریم تو این طویله. اینجوری نیست. فهمیدیم خیلی بهتره مثل یک هتلی، مثل یک مهمانخانه‌ای در رو باز کنیم، آب بپاشیم، سماور روشن کنیم و چند نفر رو با دعوت به اصطلاح بیاریم اینجا. چند نفرم که راه گذرن وقتی دیدن آقا اینجا مجلس خوبیه اونام بیان داخل، ولی بدونن که طویله نیست. خب شمایی که به من زنگ زدی، شمایی که به من فیسبوک فرستادی یا ایمیل فرستادی، اصلا یادم نیست و من بهت احترام گذاشتم، جوابت دادم، شماره تلفن نوشتم، شمایی که بعد تلفن زدی پیغام گذاشتی، ای آقا نیستی که من میخواستم باهات حرف بزنم. میگم والا میخواستم باهات حرف بزنم، خب حرف تو بزن، من گوش میدم. راه درازی در پیش است. دوستان نوشتن که لهجه این آقا به سیرجونی و کرمونی میخوره. سیرجون احتمالاً از جونش سیر شده، کرمون هم فکر کنم کیرمون هست دیگه. بله. نمیخوام یه وقت خدا نکرده بتوان کرمونی ها خیلی لهجهشون به ما شیرازی ها نزدیکه، با وجودی که دمپایی منو دزدیدن. البته من عمدن میگم دزدیدن، دمپایی منو ندزدیدن. من تو راه خسته بودم، از زاهدان داشتم میمدم و رفتم به طرف بیام شیراز، رفتم کرمون، یک جایی یک مسجدی بود و من گفتم یه ساعت اینجا سایه هست و خنک هست و اینا دراز بکشم. وقتی بلند شدم یه لنگه دمپاییمو دزدیده بودن و میدونم به احتمال زیاد این خادم مسجد اینو انداخته بود رو پشت بوم اینا که به ما ثابت کنه که تو مسجد نباید بخوابید. بله دوستان عزیز، این دوستمون تماس میگیره ولی من متاسفم، ما قرار بود با شما 3 ساعت قبل صحبت کنیم و من قرارم اینه که با فیسبوک صحبت نمی کنم، با اسکایپ صحبت میکنم. ایشون همون آقای آریاس به باوند هست. خیلی ممنونم که تماس گرفتی، ولی دوست عزیز حالا چرا؟ قرار بود من و شما 12 صحبت کنیم زب. شما باورت میشه من 1 ساعت به خاطر شما امروز کمتر کار کردم. حالا ساعتایی که کار میکنم ساعت 135 دلار نیست، ولی ساعت 340 دلار گیرمون میاد. گفتم که آره این دوستمون هم از هر کجا که هستی تماس میگیری. من چون به شما گفتم بعد از لانچ، بعد از نهار با شما هستم، به اون دوستان گفتم دیگه من تا 1 کار نمیکنم، من 12 کار میکنم، 12 تا 1 با این آقای آریاس به باون، 1 میام اینجا میپرم تو خزینه آماده میشم برای دوستان. برنامه 2 شروع میکنیم، 3 هم با آقای شادانلو. شما که رهبر حزب، دبیر کل حزب اتحاد شوراهای استان هستی، شما هنوز نمیتونی یه قراری رو با یه نفر بذاری، با یه رسانه سر قرارت صحبت کنی؟ اقلا باز دم آقای رضا زرابی گرم، اقلا اون مشاور ارشده. بعد این دوستمون برای من پیغام گذاشته که آقا من مثل کامران قادری نیستم، ما یه سازمانیم. آقا میدونم دیگه، من 20 ساله این سازمان ها رو بزرگ کردم،
شما که یک سازمانی چند نفری؟ چند نفر؟ شما که شدید دبیر کل حزب اتحاد شوراهای استانی، دنبال روی رضا پهلوی هستی یا نیست؟ اگه دنبال روی رضا پهلوی هستی، چرا رفتی یه حزب دیگه باز کردی؟ چرا با رضا پهلوی تماس نگرفتی بذاری اون برنامه بریزه شما مجری برنامه های اون باشی، مجری ارشد برنامه های رضا پهلوی؟ رضا پهلوی برنامهش چیه؟ هیچ. کارمون خیلی خرابه. و هم آقای جهانگیر شادانرو رو از پاریس خواهیم داشت 4-5 دقیقه دیگه. اگه سوالی یا نظری دارید درباره صحبتایی که ایشون در این برنامه انجام میده و ویدیوی ایشون رو بعدا جدا میکنم، معمولا ویدیوی ایشون مثل ویدیوهای دیگه یک هفته یا تا موقعی که برنامه آینده داشته باشن روی تلویزیون مردم تیوی میمونه، بایگانی جدا به اسم خودشون روی یوتیوب میاد، یعنی فقط کافیه جهانگیر شادانلو یا فقط شادانلو رو توی گوگل تایپ کنید ویدیوی ایشون رو میبینید. ویدیوی بابک هروی 22 بهمن، نریم بیرون. من نوشتم بریم بیرون، نریم بیرون. یکی میگه چراغ خاموش کنید، یکی میگه چراغ روشن کنید. شما ببینید واقعا تو محلتون اگه یه سری طرفدار این فروتن عقب افتاده باشن، یه سری طرفدار اون یکی دیگه، اون میگه همه چراغا رو روشن کنید، این یکی میگه چراغا رو خاموش کن. خب یه سری خونه ها چراغش خاموشه، یه سری خونه ها چراغش روشن. این که همه جای دنیا اتفاق میفته. کارمون خیلی خرابه. از اینی هم که شما فکر میکنید بیشتر خرابه. صحبتای آقای بنی صدر رو از یه جایی گرفتم که نوشته که این نوارا رو به دلیل نمیدونم یوتیوب اینا رو ورمی داره زود چیز کنید. گفتم آقا این چه دروغیه شما میگی، یوتیوب در عرض 3-4 ساعت اینا رو ورمی داره، پس شما بیاین عضو بشین، اگه عضو نشین. گفتم بی خود نیست، اینا چند هزار نفر عضو دارن. توی آمریکا یه چیزی هست میگن fear and sell، یعنی مردم رو بترسون بفروش. تو کار بیمه هم بود، مثلا به شما دو تا بچه داری، میگه ای بچه چند سالشه، میگی 6 سالشه، اینا میگی که بیمه عمرم داری، شما میگی نه، میگی خب هیچ وقت فکر کردی شما اگه مردی خانمت مجبور میشه بره شوهر کنه به خاطر که بیمه عمر نداری؟ و یه بابای نه، یک بابای میاد به سرت ممکنه فلان کنه، دخترت رو تجاوز کنه، یعنی از این و هی میترسونن، هی میترسونن. حالا توی بدبخت پول نداری حتی قسط ماشینی تو بدی، ولی میگه آقا بیمه اون، بیمه اون بخرم، که ما اینجا این بازی ها رو نداریم. این از این. بذارید ببینم فرخ پیغام گذاشته درباره امروز یا درباره صحبت های دیگه. بفرمایید آقا فرخ، چون لابد پای صحبت بوده پای این. الو، سلام آقای سوربی. سلام. میبخشید من اون پیغامی که گذاشتم نمیدونستم بقیه ثبت نشده، البته چک نکردم، باید چک میکردم. ولی در مورد اشتراک گذاری برنامه شما، من همیشه اشتراک میذارم و دوستان رو دعوت میکنم نگاه کنم، و خب برنامه دیگه هم میاد که شاید اونا رو هم بذارم، ولی همیشه شما برنامه دارید من اشتراک میذارم. در ضمن من لپتاپی که دارم مال آلمانه، نمیتونم از طریق ایمیل. نه اونها رو حالا یه وقتی دلیل شد یه نهاری با هم بخوریم دیگه، یه نهاری ببینم یه جایی. ما که من و شما نزدیک هستیم، فکر کنم من و شما خونمون 10 دقیقه با هم فاصله داشته باشه. در هر صورت اینم از این، مرسی که برنامه های منو شیر میکنی، ممنونم که دوستات رو دعوت میکنی، بیشتر ممنونم. احتمالا به خاطر این دعوت بعد 2-3 روز باید همینجوری نقنق اونها رو گوش کنی، باهاشون کلکل کنی، و دقیقا همون چیز رو که من گفتم فرخ هم میگه، میگه بله الان برنامه شماست، یه ساعت دیگه برنامه یه نفر دیگه است، میرم برنامه اونو میذارم. من همینو میگم، میگم یه کاری انجام بدیم. همینجوری که دوستی که میاد توی فیسبوک، با وجودی که من 10 بار گفتم کاری ندارم ولی سلام میکنم، جواب میدم، مینویسم، اینها، ما هم یه احترامی بذاریم. بریم آقا پاریس زیبا. بازم تشکر میکنم که ما روزی که رفتیم پاریس آقای شادانلو لطف کرد و به جایی که ما با تاکسی مثلا بریم این ور اون ور، مثلا ما رو برداشت و برد و میدونا رو هم به اون نشون داد و توضیح داد. خیلی مهمه وقتی یه نفر اهل اونجا باشه، و همون موقعی بود که حالا گیر کار و کاسبی و اینها هم بود. امیدوارم اگه ایشون بیاد واشنگتن، منم بتونم یه نصف روزی رو به اصطلاح با ایشون باشم، راهنماییش کنم،
نشونش بدم جاهای زیبای واشنگتن رو، و بریم پاریس ببینیم که ایشون هستن، صدای ما رو میشنوند یا نه. آره اون روز با فیسبوک میخواستم با یک کس صحبت کنم، دیدم که صدا از توی این هدفون میاد و آقای شادانلو دو تا اسکایپ داره. من امروز صبح برای هر دوش نوشتم که امروز با شما هستیم، برای دومی نوشتم اینجا هستید یا همون جایی که آخرین دفعه صحبت کردیم، و ببینم که کاش که اینجا براشون بنویسم اگه بشه، من نمیدونم حالا روی اینجا هستن روی فیسبوک، بگم ایشون با من تماس بگیره. ما داریم زنگ میزنیم آقای شادانلو ولی تماس گرفته نمیشه یا ارتباط برقرار نمیشود. دوستان گوگوش 24 فوریه در بله میگه پیام بذار. نه پیام نمیخوام بذارم، بذارید من با آقای شادانلو بگم ایشون تماس بگیره یا با اون یکی دیگه زنگ بزنم. اجازه بدید آقای، نه این یکی هم قطع شد. آقای شادانلو اگه صدای منو میشنوید شما لطف کنید از اون طرف از پاریس با من تماس بگیرید. اتفاقا میبینم که اینجا آخرین بار 6 ماه پیش حدود جون با هم صحبت کردیم، پس احتمالا این یکی درسته. و بهتون گفتم که بعض وقتا ماها وقتی که پسوردمون یادمون میره هی اونام اذیت میکنن، اسم نمیدونم گربه عمد چی بوده اینها، مجبور میشیم حساب جدید درست کنیم. آقای شادانلو سلام به شما، ویدیوی شما رو ندارم، میخوام با عکس و صدا بریم یا با ویدیو هم داره میاد. بخ. دوستان عزیز براتون گفتم که اسم آقای شادانلو رو اگر در یوتیوب سرچ کنید ویدیوهای ایشون نوشته و کتاب و مقاله و این چیزایی رو که ایشون به اصطلاح پیگیری کرده، دادگاه فرانسه و اینها، همه رو میتونید ببینید و اینها. و من الان با خوش آمدگویی به ایشون و با سلام میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم تا اون عکس و ویدیویی رو که خواستن هر وقت خواستن نشون بدن. ولی خود من آقای شادانلو چون اینجا با اون آقای هدایتی، اتفاقا من اولین گوینده تلویزیونی بودم که در برابر اون آقای دکتر پروفسور مسعود انصاری حمایت کردم این آقای هدایتی رو و گفتم که اینام حق دارن حرف بزنن اینها، متاسفانه آقای هدایتی هم مثل دیگران همچین که دستش به تلویزیون خودش و تلویزیون نمیدونم سلام چی رسید ما رو فراموش کرد. آقای شادانلو این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. من به دوستان گفتم که معمولا آقای شادانلو هر وقت با ما بودن 30 دقیقه برنامه داشتن ولی امروز مهمان من میتونن تا 45 تا 60 دقیقه هم برن. من ساکت میشم، شما بفرمایید. با سلام خدمت شما جناب سوری و هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون مردم، مرسی از این که دعوت کردید. آقای شادانلو اونجا اگر چیزی روشنه خاموش کنین، یا فیسبوک یا مردم تیوی اگر روشنه اونو خاموش کنین چون صدا دو بار میاد. بله الان خاموش شدنم. ممنونم از شما. بله دوستان عزیز عذر میخوام از این که این به اصطلاح میکروفون سوت میزنه و اینها، این همون پژواکی هست که صدای خودمون از طریق میکروفون آقای شادانلو دوباره دور میزنه و ایشون الان ردیف کردن اون برنامه رو. دوستان عزیز با آقای جهانگیر شادانلو هستیم از پاریس، بفرمایید. بله شب هموطنان عزیز در اروپا و ایران بخیر و روز امریکا هموطنانی که هستم با این برنامه رو میبینم. مدت ها بود که خدمت شما نرسیده و جناب سوری گرفتاری ها و مشکلات زیادی هست همونطور که شما میدونید و کسانی که مستقل هستن و هم باید مبارزه کنن هم زندگی بشر کنن و کار بکنن میدونید که چه مشکلاتی دارد. من امروز به این دلیل حالا آمدم، البته فکر کنم شده چند جلسه در خدمت شما باشم. امروز یک در مورد روحانی که امروز یک شخص روحانی آیت الله شیرازی که حالا متخصصشون میگم و شما داری در مورد ایشون صحبت میکنم،
چون ایشون چند وقت پیش یک پیامی برای من دادن و یک ویدیویی که صحبت کرده بودن به زبان عربی در قم در کلاس درسی و در اونجا آقای سید علی خامنه ای رو به فرعون تشبیه کردن و امروز صبح ساعت 9:30 ایشون رو خواستنش در دادگاه، البته یه سری اعلام کردن بازداشتش میکنن ولی من تا همین عصری که پیگیری کردم بازداشتش نکردن، رفتن دادگاه و بازداشت نکردن. حالا آیا به خاطر این وضعیت متزلزلی هست که رژیم داره دیگه نمیخواد بیشتر از این خرابکاری بکنه و مردم بیشتر ناراضی بکنه، نمیدونم. و البته من خودم واقعا نه من فکرم ملت ایران دل خوشی از روحانیت نداره. حالا چه روحانیتی که بر سر کار هست و 40 سال جنایت و خیانت کرده با ورود آقای خمینی به ایران، چه روحانیتی که ساکت هست، چون هیچ فرقی نمی کنه وقتی یک نفر داره جنایت می کنه و خیانت می کنه و کسانی که می بینن و هیچ اکثر عملی نمی‌کنن اونها هم شریک جور هستن و خداوند هم میگه ظالم و مظلوم و پیش من به یک اندازه گناه دارن، چون اگر مظلومی نباشه ظالمی به وجود نمیاد. و ما وقتی قبول میکنیم این همه ظلم و جور رو از طرف این روحانیت 40 سال اون هم به اسم دین، به اسم اسلام، به لباس پیغمبر، به اینها میگن لباس پیغمبر هست، نماینده اونها اینطور خیانت و جنایت بکنن و یک کشوری رو در سال 57 انقلابی در اون به وجود اومد که دنیا خیره شد به این انقلاب و اون هم به خاطر دیکتاتوری رژیم شاه، که من وقتی با این دوستان سلطنت طلب من صحبت می‌کنم و بحث می‌کنم، اینها فوری آقای خمینی رو و یا اطرافیانشون رو که از پاریس با حرفشون بودن آمدن و روشنفکران رو مقصر میدونن. بنده میگم مسبب اصلی انقلاب 57 شاه و رژیمش بوده. اگر شاه فضای سیاسی ایران رو نمیبرد، اگر شاه اون اصلاحات ارضی به نظر من خودش سفید میگه ولی سیاه انجام نمیداد، اگر رسانه ها رو نمی‌بست، اگر روزنامه و مجله آزاد بود، اگر نماینده های مجلس رو ایشون انتخاب نمی‌کرد، تمام کارها رو تا به جایی رسید ایشون که حزب‌هارم بست و یک حزب رستاخیز درست کرد و به مردم گفتش که بیاین یا توی این حزب یا اینکه بیاین پاسپورتتون رو بگیرین و از ایران برید بیرون. خب این شد نتیجه‌اش، دیدیم که چند وقت بعد کسی که رفت بیرون ملت ایران نبودن، ایشون رفت. ای کاش این پادشاه اون کودتای 28 مرداد به کمک امریکا انجام نمیداد، کاش گوش به حرف دکتر مصدق میداد و میشه سلطنتش رو میکرد و اجازه میداد دولت و مجلس و منتخبین مردم بچرخونن، به این وضع ما نمیرسید، انقلاب 57 لازم نبود. و یا اگر زودتر ایشون به فکر این میافتاد که بیاد صدای انقلاب رو بشنوه که بسیار دیر شدید صدای انقلاب رو و اونطوری التماس به مردم کنه که من قول میدم دیگه این فسادها، این دزدیها اینها نشه و جبران بکنم، که دیگه مردم گوش به این حرفا نمیدن. اون زمان که هیچ کس نمیتونست کاری بکنه، امریکا هایده رو فرستادن ایران که شما برو اونجا کودتا بکن، برو با ارتش با روحانیت صحبت کن یا بیشتر با ارتش که این کودتا بکنم اونجا و این نظر این شاخ بده دیگه. و اونها گفتن اصلا شما نمیدونید وضعیت ایران چه خبر هست، مگر کودتا میشه اینجا کرد؟ اصلا مردم همه بیرون، همه همه چی از بین رفته. و متاسفانه چون شاه خودش از خودش متاسفانه اختیاری نداشت، دیدیم که تا آخرین روز تو پاپش موند تا بهش بگن که آقا هیچ دیگه فایده نداره بیار بیرون. ای کاش اون موقعی که آخرهای سال هویدا بود به جای
اینکه حالا آموزگار رو بذاره، یک آدم ملی رو میذاشت. تا آخرین لحظه هم حتی نخواستیم نه به نفع خودش نه به نفع مردم و کشور کار بکنه. شما دیدید وقتی که حتی صدای انقلاب رو شنید و اومد که تلویزیون صحبت کرد و گفت من صدای شما رو شنیدم و قول میدم دیگه این فساد نباشه و این کارهایی که گذشته انجام میدادیم نشه، فرداش دولت نظامی اعلام کرد و حکومت نظامی و جنرال اسفاری رو آورد. یعنی اونجا نخواست باز به مردم بگه من گوش میدم به حرفایی که میذارید یا اتفاقاتی که داره در تهران میفته و دارم میبینم و تظاهرات رو، و باز شاید فرجی بشه یک کار دیگه ایم، یا خودش کنار بره خانومش یا پسرش رو بذاره به عنوان جایگزین. این کارم نکرد. تازه این سه تا نخست وزیر که عوض کرد و نشد، در آخر سر باز نیومد باز یک آدم ملی درست حسابی رو بذاره سر کار. باز آمد بختیاری رو گذاشت که ایشون هم خائن بود، ایشون هم خیانت کرد و بعدش هم دیدیم که به عراق رفت و جنگ حمله عراق به ایران شریک بود، سهیم بود، 50 میلیون دلار از صدام حسین پول گرفت و متاسفانه به اونجای رسید که یه هیچ کاری نمیشد انجام بدید و رژیم سقوط کرد. خب در فردای سقوط رژیم قولهایی که آقای خمینی در پاریس داده بود متاسفانه حتی یک دونش هم عملی نکردن. من الان بسیار در سالگرد انقلاب هست، بسیار متاسفم از این که یک دهی توهین میکنن به کسانی که انقلاب کردن، توهین میکنن به الان اشخاص مثل من در این انقلاب بودیم یا به پدرانشون و میگن چرا این کار انجام شد. من برای اینها چند بار که صحبت کردم مثال زدم، گفتم الان این رژیم رو شما ببینید، آیا هیچ راهی جز انقلاب برای مردم میمونه؟ آیا میتونن کاری بکنن؟ دو گروه که اونجا تشکیل شدن، اصلاح طلب و تمامیت خواه. اصلاح طلب ها بدتر از اونا هستن. شما ببینید چه کار کردن یا چقدر چند دور گول زدن مردمو و چه جنایت هایی کردن و صداشون در نمیاد. به نظر من این اصلاح طلب ها خیانت کارتر از اصولگره ها هستن، امثال آقای خاتمی رفسنجانی که حالا خود شد رفت، آقای موسوی، کروبی، روحانی. برای اینکه اینها برای مردم شناخته شده نیستن، میان حرفاشون رو میزنن به عنوان یک اصلاح طلبی که میخوان کمک به مردم کنن، میخوان بیان دست مردم رو بگیرن، میخوان از این وضعیت مردم رو در بیارن که مردم به اینها رأی میدن. ولی متاسفانه اینا میان وقتی که به قدرت رسیدن میرن زیر عبای آقای سید علی خامنه ای و اوامرشون رو انجام میدن. اصولگرایا میگن کی هستیم ما؟ میگن چی هستیم؟ دیدین آقای اون دلغه که احمدی نژاد آمد و چه بلایی سر اقتصاد و کشور آورد و همونی بود که گفته بود، از جنس خود خمینی خود اینها بود، ولی این اصلاح طلبا این بلا رو سر ایران آوردن. خب آقای ما انقلاب نکردیم که وضع بدتر بشه، ما از چاله در نیومدیم که توی چاه بیفتیم. مردم انقلاب اگر کردن به خاطر حرفایی بود که آقای خمینی در پاریس زد، به خاطر اون 4 ماهی که آقای خمینی در پاریس بود و صحبتها و حرفهای مردم رو میزد. یعنی هر شعاری مردم میدادن و هر چی که میخواستن اینها رو آقای خمینی از اینجا پخش میکرد و به گوش مردم میرسد. من متاسف هستم برای اون دوستانی یا روشنفکرانی که در سال 57 نشناخته آقای خمینی رو میشه گفت بزکش کردن و یک فرشته ای ساختن از یک دیو بسیار وحشتناک شده. چه دیدیم 40 سال چه بلایی بر سر کشور و مردم و جامعه ایران آورده. بسیار من متاسفم از روحانیتی که ساکت نشسته و اینها رو میبینه و میبینه که چه بلایی بر سر دینشون آوردن و در فکر نمی کنم این 1400 سالی که از خدمت اسلام میگذره هیچ زمانی اینقدر به پیغمبر و دین اینها توهین شده باشه و قرآن پاره کرده باشن، قرآن سوزونده باشن و اینها نشستن و دارن میخورن و میبرن و این خیالشان این. گفتم اونهایی هم که ساکت هستن به همین اندازه مجرم هستن و
امیدوارم به روش بیان، امیدوارم فکر بکنن، امیدوارم فکر آینده فرزندانشون و کشور رو بکنن، که البته متاسفانه اینها بیشتر فرزندانشون که در خارج هستن و پولهایی که این سالها بردن شاید مثل همین خانواده پهلوی که 40 سال داره با بودجه یا بیت المال مردم داره در امریکا پادشاهی میکنه، اونها هم احتمالا همین فکر رو کردن. ولی باز هم امکان این هست که اینها هم همراهی کنن با مردم. ممکنه ما مردم خیلی خوب و مهربونی داریم، مردم بخشندهی داریم، ممکنه مردم اینها رو ببخشن، ممکنه اونهایش رو دست از جنایت و خیانت ندارن ببخشن، بتونن در آینده در ایران زندگی کنن. این رژیم رفتنی هست، رژیم امکان نداره. من واقعا این طوری که دارم میبینم و دنبال میکنیم فکر نمی کنم تا انتخابات بعدی اینها بمونن. آقای شاهنرو عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، چون من تو برنامه‌ام راجع به نواری که به صورت صدا از آقای بنی صدر هست دیدم جدیداً منتشر شده. شما خبر دارید که ایشون صحبتایی که میکنه که بعد از حکومت آخوندا این مال قدیمه دوباره گذاشتن، یا اینکه واقعاً به تازگی هم صحبتایی در این مورد انجام بدن ایشون؟ نه خودشون صحبت کردن جدیداً و صحبت هم میکنن مرتب، هم شهر از طریق حالا تلویزیون خیلی کم مصاحبه میکنن ولی با رادیو یا در فیسبوک اینا مطالبشون پخش میشه. نه ایشون دارن الان میگن که مردم چیکار بکنم. ایشون هیچ فکری برای خودشون یا اطرافیان خودشون ندارن در آینده ایران، چون که من اطلاع دارم و خودشون از بارها گفتن چون فقط میخوان ایران آزاد بشه و هر کاری دارن میکنن برای این که زودتر از شر این رژیم فاسد روحانیت کشور راحت بشه و یک جمهوری آزاد ایرانی مثل بقیه جاها. بهترین جایی که میشه صحبتهای ایشون یا نوشتهای ایشون رو دست اول و به روز گیر آورد کجاست؟ فیسبوک ایشونه؟ اون نشریه انقلاب اسلامی کجاست؟ هم توی سایت انقلاب اسلامی هست، هم الان روی اینستاگرام ایشون و توییتر هر دقیقه که ایشون سخنی بده یا مطلبی بنویسه اونجا سریع پخش. اگه لطف کنید بعداً لینک‌های اونها رو زیر همین فیسبوک اصلا قرار بدید من ممنون میشم. ضمناً یه دوستی به نام دیوید خسرو گفته که درود بر شما جناب شادانلو، اشکال اصلاحات ارضی چه بود؟ چرا اشتباه بود؟ البته ارضی رو ایشون مثل پول و ارز و اینا نوشتن. چه ربطی بین آن و انقلاب اسلامی هست؟ چون شما صحبت کردید که شاه اون اشتباه ها رو کرد و بعد به اینجا رسید، ایشون سوال کرده که چرا فکر میکنید که انقلاب سفید اشتباه بود و اصلاحات ارضی اشتباه؟ یک دونش رو من میگم اینجا چون وسط صحبتم هست. بله. همین زمین، گرفتن زمین از ارباب‌ها و پخش کردن در بین روستاییان، کشاورزی رو از بین بردنشون با این کارشون. کشاورزی که داشت خودش کار میکرد برای اربابش و ارباب بالاخره کشاورزی رو رونق میداد و جنس رو به بازار میداد، اینو وقتی گرفتن از اینا و پخش کردن بین یه عده‌ای که نه مدیریت داشتن مثل همین روحانیتی که الان 40 سال آمده و کشور رو به اینجا رسونده، به همین دلیل اون زمانم وضعیت کشاورزی و زمین رو به اونجا رسوندن. جوری شد که ما از همه جا میوه و گندم و همه چی وارد میکردیم. این یکی از بزرگترین اشتباهای علاحضرت بود در اون انقلاب سفید. بفهم. بله. آقا ما اینجا خیلی صحبت داریم از شما بپرسیم، قراره که راجع به آقای پژمان عارف سوال کنیم، چون ایشون دیدم یه عکسی گذاشته که کسانی که از شما شکایت دارن چنین کنند و چنان کنند. معمولا در آمریکا مثلا یه وکیل میاد میگه اونایی که مثلا تویوتا خریدن و کمربندشون کار نمیکنه بیان به دفتر ما مراجعه کنن تا ما اینجا بهش میگن کلاس اکشن لاسوت تا بریم چیز کنیم. ولی هر کسی، ببخشید، هر ننه قمری، مخصوصا آقای پژمان عارف با اون سابقه درخشان، من نمیدونم اینا چجوری میشینن تو خونه و مینویسن که هر کسی از آقای شادانلو، حالا من اون نامه رو نشون میدم در حینی که شما صحبت میکنید، ولی ماجرای این پژمان عارف چیه و به کجا رسید و امروز کجا هست؟ این که پنهان بود و
بعدم معلوم شد که رفته بود لبنان و شما اتفاقا عنوان کردید و گفتید که اگر کسی با ایران و حکومت ایران دشمن باشه چگونه میتونه سر کلش از توی لبنانی که حکومتش دست ایرانه به اصطلاح پیدا بشه و ایشون یه دفعه گم شد و دیگه هیچ پاسخی نداشت. من ساکت میشم یه مقدار درباره پژمان عارف صحبت کنید، اون عکس رو من نشون میدم. اگر جناب اجازه بدید من این مسئله آقای شیرازی رو تمومش کنم بعد بریم سراغ پیمان عارف. باشه باشه، هر جور که میخوان. پس من در حین صحبت‌های شما این عکس آقای شیرازی رو نشون میدم، هر وقت خواستین ویدیوشون رو بگید یا اینکه ویدیو رو میتونم بعداً با آخر صحبتامون اضافه کنم، هر جور که شما میگید. بفرمایید. خواهش میکنم. ویدیو چون ایشون به زبان عربی صحبت کرده بله. ویدیو رو میتونید بذارید ولی صداشو کم کنید، من ترجمهشو دارم بله. و ترجمهشو بگم که ایشون چی گفته و به چه به این دلیل گفته های ایشون بوده که ایشون رو تهدیدش کردن و امروز هم بردنش دادگاه. بسیار عالی. من شروع میتونید شما الان شروع کنید بذارید ویدیو ایشون رو کمی بشنون بعد صداشو کم کنید که من صدای من برسید. بله یک لحظه اجازه بدید تا من این ویدیو رو بیارم اینجا. این ویدیو رو هم اگه بعداً یا روی فیسبوک خودتون یا همینجا شیر کنیم به نظر من بهتر میشه. دوستان عزیز این ویدیو رو الان من با کامرای 3 به شما نشون میدم. اجازه بدین دوستان یک لحظه سلکت با کامرای 3 همینجوری که ایشون گفتن به زبان عربی هست و من صداشو کم میکنم آقای شادانلو توضیح بده. للسيد حسين الشرازي كان قد ألقاها خلال جلسته الأسبوعية الأخيرة وكان السيد حسين السيد صادق الشرازي قد قام بشكل سيد حسين الشرازي أصلا وفرزان رسول الشرازي و درقوم إشون در اون مجلسی که صحبت کردن تلویزیون کویتی اینو فیلمش رو گرفته و چند وقت پیش پخش کردن و خود تلویزیون توضیح داره میده که در شبکه‌های مجازی سخنرانی سید حسین شیرازی در جلسه هفتگی اخیرش منتشر شده است. سید حسین شیرازی فرزند مرجع مذهبی سید صادق شیرازی است که حمله شدیدی به رژیم خامنه‌ای کرده است. این سخنرانی در جلسه درس او توسط کانال تلویزیون رسمی مرجعیت شیرازی پخش شده است. وی ضمن اشاره به تاریک اندیشی کشورهای منحرف رژیم ولایت فقیه را به رژیم فرعون ملعون تشبیه کرده. وی در این جلسه درس هفتگی خودش به گوشه ای از عملکردهای سرکوبگرانه و شیوه های تبلیغی که رژیم غارتگر خامنه ای معمولا به آن متوسل می شود پرداخته و گفت که این شیوه های تبلیغی از یک سو جنگ با مراجع و علما و مخالفین و از یک سو موج حملات علیه عقاید برحق اسلامی و خراب کردن آن می باشد. سید حسین شیرازی دنباله مرجعیت مجاهد شیرازی به شمار می رود که خمینی‌گری و دیکتاتوری او را در کتابی به نام 1.5 قرن پیگر افشا کرده است. مرجعیتی که هم در زمان خمینی و هم در زمان خامنه‌ای بسا تلخی‌ها و درد و رنج‌ها توسط رژیم ایران بر آن وارد شد. شیعیان مخالف رژیم ایران سخنرانی سید حسین شیرازی را سیلی جدیدی بر صورت خامنه‌ای و اعوان و انصارش و همه نمایندگان و تابلوسان رژیم ایران می‌دانند. رژیمی که بسا علما و مراجع و مؤمنین را به قتل رسانده یا آواره کرده است. از جمله بسیاری از هواداران مرحومان سید محمد شیرازی و سید محمد رضا شیرازی به دست این رژیم به شهادت رسیدند. حالا خود سخنان آقای شیرازی که چی میگن شد؟ میگه آنها با کمال وقاحت و پرده‌دری امت اسلام را میفروشند. منظورش رژیم و آقای خامنه‌ای. یک حاکم در رأس این رژیم تصمیم میگیرد. امروز میلیون ها نفر از مردم در ایران به حرکت در آمده اند که بر اساس تصمیم این حاکم کشته و کشتار راه می اندازند. بعد هم برای آن کادر مذهبی درست می کنند و آن را دفاع مقدس نام می دهند.
کدام مقدسی و بر چه اساسی؟ اصلا دفاع نیست و الا دفاع خودش در اصل مقدس است، دیگر صفت مقدس نمیخواهد. ملت 50 سال به عقب برگشته، نابود شده در اقتصاد و همه چیز، میلیون ها نفر معلول، بعد هم میگویند دفاع مقدس. اصلا این اصطلاح غلط است، از کجا آوردی؟ سوال این است یا اصلا جای سوالی که یعنی چه اینکه جنگ مقدس است؟ جنگی که کشور را نابود کرده چگونه میشود مقدس؟ با چشمم دیدم و با گوشم شنیدم تظاهرات بزرگی بود که به دستور مرجع عالی شیعه گفتن این محمد رضا شبیه همان محمد رضا شاه است، فقط ریش دارد پس باید اعدام شود. چرا؟ گفتن اینها آشوبگر هستند. با چشم خود دیدم که چه کردند. در حق همه مراجع با امروز ستم روا داشتند. بزرگترین مراجع شیعه را خارجی لقب دادند و گفتن نوکران انگلیس هستند. و ما را هم انگلیسی گفتند. ماشین تبلیغات اینها ببینید چه کار می کند. سرکوب تبلیغی می کنند. اول شخص را خارجی اعلام می کند تا بتوانند او را به قتل برسانند. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی در محراب نماز کشته شد، مردم با تعجب می پرسیدند چطور علی در محراب به قتل رسید؟ مگر علی نماز می خواند؟ ببینید ماشین تبلیغات چه می کند؟ دقیقاً و 100% عین تبلیغات ولایت فقیه. میگویند ولایت فقیه البته چیز ساختگی نیست، این مفهوم و این است در میان فقها بوده و هست، ولی اینها میگویند ولایت فقیه همان ولایت خداوند است، یعنی ولایت ما ولایت الله است، هیچی دیگه، تمام است. ببندید، اینها مفهوم را تحریم میکنند و طور دیگر بیان میکنند، یعنی یک مفهوم ایدئولوژیکی درست میکنند و مفهوم واقعی را تغییر میدهند. این خیلی مهم است. بعد هم نمیگویند این عقیده ماست و روش ماست، میگویند عقیده و روش شیعه است، یعنی روش ایدئال برای شما شیعیان است. فرعون هم میگفت من پروردگار بزرگ شما هستم، بعد هم گفت که موسی و هارون شیوه و راه ایدئال شما مردم را تخریب میکنند، میگویند راه ما بهترین راه است. ببینید چقدر خودشیفته و خودبین هستند و تا به کجا گذافه میگویند. میگویند بله من خدای بزرگ شما هستم، این راه و روش مصلحت شما میباشد. نمیگوید راه و روش من است، میگوید این راه و روش و مصلحت شماست. میگویند فلانی ضد ولایت فقیه است. باشد، شیخ انصاری هم خودش ضد ولایت فقیه بود، بسیاری علما و فقها و مراجع هم ضد ولایت فقیه بودند. این را که مردم نمی دانند، آنها می خواهند که مردم 100% پیروی آنها باشند. می گویند ولایت من ولایت الله است. خب این همان حرف فرعون است که می گفت من خدای بزرگ شما هستم. به خدا قسم ولایت فقیه عین همان حرف فرعون است که خودش را خدا می داند، عین همان حرف است کاملا. این کشور را اکنون دقیقا بر پایه این مفهوم قرار دادم، یعنی خدا دانستن فرعون. همه باید ولی فقیه را مطلق بدانند، کوچک و بزرگ. اصلا کسی نمیتواند منکرش شود یا به آن توهین کند، حتی به صورت سوال. اصلا انکار که شیخ انصاری را آن را گفته است. بله اینطوری است. این صحبت‌های ترجمه صحبت‌های ایشون بود. من امیدوارم که روحانیت خاموشی که در حوزه ها هستم و کسانی که 40 سال ساکت بودم، اگر نمیخوان در فردای آزادی ایران اونها هم به جرم همکاری با این رژیم در دادگاه های مردمی محاکمه بشن، به نظر من باید به پا خیزم و با این جنبش مردم در این سالگرد انقلاب همکاری کنن، همراهی کنن و بگن که فرعون زمان و سید علی خامنه‌ای رو قبول ندارن، همونطوری که نوار ایشون در اومد چند وقت پیش، که البته ما این از قبل میدونستیم که آقای رفسنجانی ایشون رو به قدرت رسون به دلیل اینکه ایشون ضعیف بود و
زیر دست آقای رفسنجانی بود، آقای خامنه‌ای، اون حالا فوت هم کرده، آدم نمیدونه چی بگه واقعا به اون آقای رفسنجانی که خیانت، بسیار خیانت کرده و یکی از بزرگترین خیانتش هم همین رسوندن این آقا به ولایت فقیه بود که فکر میکرد بعد از مدتی میتونه اونو بذاره کنار و خودش رهبر بشه، که وقتی ایشون به قدرت رسید دیگه توی دهن اونم زد و اون بلا هم سرش داد و آخر سر هم کشتش ایشون. و امیدوارم که هماهنگی کنن با مردم روحانیت و انشاءالله شروع سقوط این رژیم باشه، سرآغاز 40مین سال انقلاب و در سال آینده انشاءالله 40مین سالش و پیروزی مردم و پیروزی انقلاب و مردم در ایران جشن بگیرن. و برای 22 بهمن همینطور که من شنیدم شما گفتین یک سری هر کسی صحبت هایی کرده، ولی به نظر من بهترین موقعیت است برای آمدن بیرون، نه البته از تو، برای اینکه اینها از صبح میان بیرون، نیروهاشون هم میان، ولی نیروها طرف عصر خسته میشن همه و کلافه و سردرگم هستن، مردم همون عصر میان بیرون و طرف شب و در محله های مختلف همین کاری که ماهدیه کردن. من درست یاد سال 56 میفتم، سالی که همین اتفاقات شروع شد و همین تظاهرات کوچک و بزرگ در کوچه و کنار شهر و همین اینها شد، اون سیل بزرگ رو از این شد که حکومت 2500 ساله دیکتاتوری رو در ایران از بین برد. امیدوارم که در آقای شادرگو نظر شما درباره افرادی مثل آقای بابک هروی یا افشین عبداللهی که میگن از وجود مردم حکومت استفاده میکنه با فیلمایی که میگیره به وسیله هلیکوپتر، اینها رو ادامه همون موافقین 22 بهمن نشون میده، نظرتون در این مورد چیه؟ چرا یک روز دیگر رو مثلا جبهه ملی 14 اسفند رو به اصطلاح تعیین کرده، چرا همه 14 اسفند رو نذارن که کاملا جدا باشه؟ و ببخشید اینجا الان مثلا توی آمریکا خیلی بد شده بود، هر وقت عید هست، 13 به در هست، چهارشنبه سوریه، این تلویزیون ها میگن که مردم بیاین بیرون، بعد میگن به خاطر ما آمدن بیرون و به همین خاطر مردم حتی نمیان. الان این ماجرایی که شما میگید اونا صبح میان و مردم عادی عصر بیان، بعد به نفع اینا نمیشه که حتی عصر هم فیلم برداری کنن بگن تا این موقع هم اینها بیرون هستن. ببینید جناب سوربی، این رژیم تقلب و حق بازی نمونده که نکرده باشه در این 40 سال. هیچ کس هم که اگر تو خیابون نیاد، اینا فیلم دارن که پخش کنن از نماز جمعه شون، از تمام اینها، اینا همه چیشون با تقلب و حق بازی بوده. پس برای این کارن راهی پیدا خواهند کرد. من البته من خودم رو در اون حدی نمیدونم که بگم مردم چیکار بکنم و چیکار نکنم. من نظر خودم رو میدم. من فکر میکنم اولا 14 هم به خاطر جبهه ملی کرد، به نظر من باید این کار رو کرد 14 اسفند، و امیدوارم بشه همون 14 اسفندی که در ایران ما بودیم سال 58 شد و بزرگداشت دکتر مصدق بود در دانشگاه و چماغدارا معرفی شدن و رهبران چماغدارا به مردم معرفی شدن. امیدوارم که مردم بیان بیرون، البته دولت اگر اجازه بده، که فکر نمی کنم اجازه بده، ولی فشار مردم به نظر من اجازه هم اگر ندادن مردم باید جمع بشن. و خب البته خود مردم تصمیم میگیرن. من فکر نمی کنم هنوز مردم به اونجا رسیده باشن که روش به حتی کسی بدن از بیرون. خوشبختانه سال 57 هم همینطور بود، مردم دو ماه بود تقریبا می آمدن تظاهراتشون رو می کردن تا آقای خمینی پیدا شد و این دیو دوستر وحشتناک پیدا شد و انقلاب رو دستش گرفت و آمد. خب مردم به نظر بله ببخشید، شما با فروتنی میگید که شما کسی نیستید که به مردم دستور بدید، ولی میبینیم که افرادی که مردم همیشه اینها رو دلغک صدا میکنن و یکیش همین آقای حسینی مثلا به مردم میگه بیاین بزنین شیشه آتش، به اصطلاح آتش، نظرتون درباره اینها چیه؟ بعد اگه دوست داشتید اون ماجرای پژمان عارف و ایرج مصداقی، اینا رو من اینجا یادداشت کرده بودم که ازتون بپرسم، شما خودتون در این موارد صحبت کنید، چون همونجوری که خودتونم به درستی گفتید که حدود 6-7 ماه هست که ما منتظر شما بودیم، ولی حالا فرصت غنیمته و بفرمایید نظرتون درباره اینهایی که خودشون رو رهبر میدونن، یکی میگه چراغ خاموش کنید، یکی میگه روشن کنید، یکی میگه بیان، یکی میگه نیان،
اینها چه کار کنن مردم با این افراد؟ ببینید مردم به نظر من اونجا نشستن که گوش بدن ببینن کی از بیرون چی میگه و اونا اون کار انجام بدن. این به نظر من اشتباهه، چون ما که در ایران بودیم همون سال 56 نه این چیزا هیچ کدوم نبود، نه تلویزیون به اون صورت بود، نه کسی بود خبری بده، نه این وسایل ارتباطی امروز بود. تصمیم میگرفتیم جوونا با هم توی یه ماشین لاستیک بریزیم بریم وسط یه خیابون ببینیم پلیسی کسی نیست، لاستیک رو میذاشتیم، بنزین میدفتیم روش، گازوئیل میدفتیم، آتیش میزدیم، یا ماشینا رو میآوردیم توی هم چپ و راست و راهبندون ایجاد میکردیم. خودمون این کارا رو کردیم تا آقای خمینی پیدا شد و اون وضعیت به وجود آمد. الان هم به نظرم مردم دارن کار خودشون میکنن. این آقای حالا کمدین یا دلغک آقای حسینی گرامی بزرگترین خدمت رو داره به رژیم میکنه و بزرگترین خیانت رو به مردم داره میکنه. من امیدوارم بشنون جوانها و دوستان و فرزندان و برادران عزیز من در ایران و در هر کجای جهان، بزرگترین خیانت رو آقای حسینی داره میکنه با این صحبتهایی که داره انجام میده و این آتش زدن. فرقی نمیکنه شما مسجد آتش بزنی، کلیسا آتش بزنی، یا خونه حتی یک پاسدار آتش بزنی. ما قرار نیست دوباره بریم آدم بکشیم و پاسدار بکشیم و آخوند بکشیم. این مسئله باید برای یک بار تموم بشه در اون مملکت. انتقام باید تموم بشه. ما باید یاد بگیریم که باید گذشت بکنیم، باید با دوستی و با مهربونی با مردم حتی با دشمنمون برخورد کنیم. شما اگر بخواید این کارا رو بکنید، اگر به این ریستاری ها شما بگید برید آتش بزنید، خب این یک آتوی به دست پلیس میده و به دست اون پاسدار یا حزب اللهی میده که آمدن مسجد ما رو از بین. خب اینها اعتقادات متاسفانه کوری دارن این حزب اللهیایی که حالا هنوز دور رژیم هستن و اینها این جوان های مردم فقط به کشتن میده. وقت چقدر مگر جوان حاضر میشه بره بیرون و از این کارها بکنه؟ امکان نداره اون جامعه دنبال این چیزها بره، دنبال خرابی و آتش سوزی که نمیخوایم ما بره. اگر میخوایم انقلاب بکنیم میخوایم از این وضعیت بیاییم بیرون. ما که نمیخوایم دوباره برگردیم توی همین ایران رو تبدیلش کنیم به سوریه یا عراق و افغانستان. یه مثال من برای یک دوست دانشجوی از ایران از من پرسید راجع به چرا شما مخالف هستید، برای اینکه من هفته پیش مقاله‌ای نوشتم توی همین سایت انقلاب اسلامی برای همین آقای حسینی، چون اعتراض کرده بوده ایشون که چرا ما یک سال و نیم هست داریم فعالیت میکنیم توی ایران، آقای بنی‌صدر هیچ حرفی نزدن. امروز که ما دستور دادیم اینها بریزن بسوزنن و آتش بزنن آمده ایشون و مخالفت میکنه. چرا شما مخالفت میکنه؟ خب این آقا به نظر من ای کاش به همون کار کمدین خودش برسه توی امریکا، شاید موفق بشه. آخه من نمیدونم در کجای دنیا شما دیدید در کدوم کشوری که با پنچر کردن لاستیک یا در معابد یا کلیساها یک رژیمی سقوط بکنه، یا با رنگ برید رو دیوار یک بطلی بنویسید. خب این کارها معلومه که ایشون که خب نه آدم سیاسی بوده، نه سوادی داره متاسفانه، نه شناختی از انقلاب داره. اصلا ایشون مثلا اونجا میاد مطرح میکنه آقا شما که سینما رکس و آتیش زدید، و آقای بنی‌صدر میگه سینما رکس و آتیش زدید و همینطوری شما انقلابو گرفتید، چرا ما نباید بگیریم؟ خب یکی نیست به این آدم میفهمم شما کم آورده از لحاظ انقدر این به اصطلاح پس فطرت هست. بذارید یه چیزی بگم، حتی جواب این سوال احمقانه اینه که فرض کنیم که بنی‌صدر را دوستانش سینما رکس و آتیش زدن، خب به خاطر همون امروز به اینجا رسیده انقلاب. اینه که اگر تازه اونا این کار کردن و موفق شدن، شما باید یه راه جدیدی پیدا کنی. ضمن این که هرگز آقای بنی‌صدر آدم خشونت طلبی نیست و اصلا چیزایی که این میگه، شما حالا مثلا میگید که امیدوارم این برگرده بره برای همون کار کمدین. عزیز من اگه این موفق شده بود که به این بازی دست نمیزد. این یک آدم ناموفقی بود که اینجا حتی نمیتونه 100 نفر رو توی رستوران جمع کنه.
به خاطر همین بلند شد رفت کالیفرنیا، تمام تلویزیون‌های کالیفرنیا رو هم دور زد، یکی پس از دیگری انداختنش بیرون، آخر به این نتیجه رسید که بشینه با یک لپتاپ این بازی مسخره رو دست بگیره. که دیدید یا شنیدید مثلا یکی از طرفدارانش اون آقای بهادر بود که اصلا نه منطق اینها دارن نه دلیل و برهان سرشون میشه، و خیلی خوشحالم که آقای بنی‌صدر به اصطلاح به همچین افرادی جواب میده که باید بر اساس کتاب. و اون نوار رو من سعی میکنم با عکس آقای بنی‌صدر و اطلاعاتی که شما به من میدید وبسایت معتبر رو اینها پخش کنم تا دوستان ببینن که اینجوری نیست. حتی اگر امشب آخوندها تصمیم بگیرن برن، باید یه نفر باشه برای فردا با برنامه مردم آمادگیشون رو اعلام کنن، با برنامه اینها رو به اصطلاح قدم به قدم پیش برن. ببخشید من وسط حرفتون صحبت کردم، بفرمایید. خواهش میکنم. بله خب ایشون متأسفانه میگم که چون نه سیاسی هست نه اطلاعاتی داره، و اون انقلاب هم خشونتشون همون سینمایی بود که خب اون روحانیت این کارو کرد، ولی خب بعدش خشونت نبود تا پیروزی انقلاب، و اگر بود به نظرم پیروز نمیشد، واقعا اون انقلاب پیروز نمیشد اگر کشت و کشت را بود. من یه دوست دانشجوی از ایران برای من پیام داد که آقا چرا اون مقاله رو نوشتین، چرا مخالف ریستار هستید آقای حسینی؟ گفتم شما فکر کنید که میخواهید الان برید تو خیابون و تظاهرات بکنید، هاتون از خونه گذاشتید بیرون، دیدید یک جنازه افتاده اونجا، اون طرف دارن تیراندازی میکنن، اون طرف دارن آتیش میزنن، آیا جرأت میکنید برید؟ چند تاتون جرأت میکنید برید؟ و مجبور میشید برگردید خونه، و اگر پدر خانواده هستی به بچه‌هاتم بگی نری بیرون میکشنت، یا اگر دوستانی دارید تماس میگه آقا نریم تو خیابون دارن میکشن شما رو. ممکنه تو یک 500 نفر 1000 نفر 2 نفر دل اینو داشته باشن بله برن کشتن بشن یا زد و خورد بکنن. با این کار غیر از این که مردم رو شما خونه نشین میکنید چیز دیگه نیست. آخرین صحبتی هم که کرده متاسفانه گفت چند روز پیش گفته که بیاین همسایه‌ها لاستیکای همدیگه رو پاره کنید، یعنی از خونه‌تون بیاین بیرون لاستیکای ماشین همسایه رو پاره کنید. آخه یک همچین حرفی، یک همچین صحبتی، و من متاسفانه نمیدونم چطور میتونه ایشون در امریکا باشه و این دستورهای کشتار و قتل و آتش سوزی بده و اونجا باز به این کارش ادامه بده که فکر میکنم دنبال دارن میکنن، بلکه انشالله جلوی این دیوانه بازی های ایشون گرفته بشه. بله غیر قانونی هست اینجا این کار. منم شنیدم که بعضی ها هستن به اصطلاح دنبال این که جلوی اینو بگیرن، مخصوصا چون چند بار گفته که ما 1,000,000 دلار پول داریم، بعضیا میخوان از طریق IRS یا به اصطلاح اداره نظارت بر دارایی بگن که این چون گفته 1,000,000، ببینید این 1,000,000 رو توی تکس فرمهاش مینویسه که از کجا آورده یا نه. این همون موضوعیه که آقای ترامپ و خانواده‌اش هم به اصطلاح گیر کردن در اون قسمت. خب دو نفر دیگه باقی موندن، یکی این آقای ایرج مصداقی که این بنده خدا اصلا یه جورایی حالش خوب نیست، به نظر من مریض حال میاد، و یکی هم آقای پژمان عارف. مایل هستید درباره این دو نفرم صحبت کنید و به اصطلاح به دوستانی که اینها رو نمیشناسن و گول حرفا و نوشته هاشون رو میخورن اینها رو بشناسونید؟ بله اولا پیمان عارف هستیشون، پژمان نیست. آها بله بله پیمان در مورد ایشون بله این یه کاغذی نوشتم من دیدم چند وقت پیش. من بعد از اون که در مورد ایشون مسائلی گفتم و از ایشون سوال کردم، سوالی که مال خیلی از هموطنان ما بوده و کسانی که کار سیاسی دارن میکنن، که آقا شما به چه دلیل در ترکیه تو اون هیئت ایرانی بودی، عکسش هم نشون دادم که سر میز هیئت ترک ایرانی نشسته بوده، چی کاره بودی که شما اونجا بشینی؟ چرا به لبنان رفتی شما؟ لبنانی که شما امکان نداره به یک ایرانی که مخالف جمهوری اسلامیه یا یک روز مبارزه کرده و حالا اسم و رسمی هم مثلا این آقا داشته باشه و به قول خودش کارشناس بی بی سی یا این تلویزیون بی بی سی که حامی رژیم هست مرتبشون رو به عنوان کارشناس میبرد، این شخص بلند شه بره در لبنان جایی که خود آقای حسن نصرالله میاد میگه ما خورد و خوراک ما هم جمهوری اسلامی میده. خب ایشون رفته اونجا در منزلی بوده، میدونن من کجا بودن، و بعد ایشونو بردنشون به قبرس نیکوزیا و اونجا اینها 7 نفر هستن. ایش آقای پیمان عارف، من
اسم بقیه رو فعلا نمیگم تا اگر لازم شد بعد میگم. یکیشون همین خانومی که رفت اسرائیل، ایشون دوست صمیمی آقای پیمان عارفه و با هم کار میکردن در ترکیه. دو نفر اینها، دو نفر دیگه، دو تا آقای دیگه هستن که آمدن به سوئیس، اینا هم دوستان صمیمی ایشون هستن. یک نفرشون در آلمانه و یک نفرم در سوئد هست که اون که در سوئد هست به کمک مجاهدین آمده و در ایران هم با مجاهدین همکاری داشته. الان هم ایشون دنبال این بودن و اینهایی که در آلمان هستن که ایشون رو پاسپورت آلمانی براشون دو تا فرستادن برای خودش و خانومشون که از یونان به قبرس، نیکوزیا، درست محلی که الان هستن، پرواز کنن و بیان که اونجا گرفتنشون و زندانشون کردن. بعد پول تهیه شد، نمیدونم از کجا، حدود 9000 یورو و اینا از زندان آمدن بیرون و الان هنوز اونجا هستن و منتظر محاکمه. ایشون همین ماه گذشته دی ماه برنامه در نیکوزیا بوده جلوی سفارت و سه نفر از ایشون خواستن که در اون شرکت بکنه، نرفته جلوی سفارت به خاطر پشتیبانی از مردم و همینجور متأسفانه ادعا داره که ایشون مبارز هست و ضد رژیم هست. البته یه مقداری از همون اصلاح طلبای امثال همین خاتمی و امثال اینا هستش، اگرم اصلاح طلب باشه، یه به نظر من با اطلاعات سپاه ساس با اونها کار میکنه، به دلیل همونی که من گفتم دوتا نواریشون برای من فرستاد. بعد که ازش پرسیدم این نوار از کجا آوردید شما و دنبال کردم، گفتم از توی شبکه ها پیدا کردم که بعد من نیم ساعت یا سه روز بعد روی خبرگزاری فارس دیدم که همون مربوط به اطلاعات سپاه هست که مشخص شد ایشون فرستاده برای سپاه و در هیچ کجای دیگه هم این نوار پیدا نمیشه. خب الان ایشون خیلی وقت ساکته دیگه، نه آقای بی بی سی ایشون رو میبره اونجا به عنوان کارشناس، نه کسی دیگه ای دیده. آقای زم یه کارهایی داره میکنه و ساکته، گفت بذار حالا میگه اطلاعیه بدم باید یه توجهی جلب کنم، بگم منم هنوز زنده هستم، من هنوز در یونان، حالا به هر کی هم میگه، میگه من در اروپا هستم در نیکوزیا و این خواسته این کارو بکنه. منم اتفاقا پشتیبانی کردم و یه نوشتم که من آماده هستم حتما بیاین شما و شکایت بکنید. حتی با دو تا وکیل در فرانسه تماس گرفته، اینم اطلاع دارم که از اینها خواسته وکیل ایشون بشن که اینا گفتن اصلا با ما تماس نگیریم، شما خواهش میکنم، هیچ کاری ما با شما نداریم و شناخته شدین برای ما. شما این مال این آقای پیمان عارف که حالا امیدوارم کارشون درست بشه و برن یه جا بشن از زندگیشون رو بکنن، بشن حقیقت بگن، بیان به راه مردم و در راه آزادی کشور کار کنن. امیدوارم. خب در... آقای ایرج مصداقی میمونه توی این لیستی که من اینجا نوشتم و ایرج مصداقی اونایی که نمیشناسنش، ایشون یکی از سخنگویان به اصطلاح زبل و زبده سازمان مجاهدین بود که بعدن معلوم شد میگفت که من در زندان ایرانم بودم و زندان ایران به اصطلاح جزء توابین یا هر چیزی که اسم برن ایشون آزاد شد. یه مقداری درباره این برای ما بگید که الان که میگه ادعا میکنه از سازمان مجاهدین جدا شده به چه کاری مشغول هست؟ بله، عرضم به خدمت ایشون هم متاسفانه چند وقت پیش با صحبت کرده، دو بار سه بار راجع به من صحبت کرده، من اصلا نه کاری باشون دارم نه اسمی تا الان از ایشون جایی آوردم. ایشون اونایی که برنامه‌شو دارن میبینن، منم دیدم ویدیوشو، 20000 نفر میبینن. ببینید من فکر میکنم چند نفر هستن و چند گروه که اینها رژیم پشت سر اینهاست یا کسانی از رژیم که اینها آمدن برای اینکه یک همبستگی بین اپوزیسیون پیش نیاد. یکیش همین آقای عارف و گروهش هستن، یکیش همین ایشون آقای مصداقی هست، یکیش همین آقای امید حالا دانات یا نمیدونه نمیدونم در سوئد هستش اینها برای، یا یکی همین آقای فرامرز دادرس که شما میشناسیدش و من راجبش تو همین تلویزیون صحبت کردم و دیگه فکر میکنم نمیاد اینجا، برای اینکه وقتی معرفیش کردم که هست که اتفاقا یک دوستی از ایران، از اینایی که با ما خبر میدن، گفتن آقا ایشون بسیار مطلب بر ضد شما آقای دادرس به وزارت اطلاعات ایران تحویل میده.
که من در یه ویدئویی هم اعلام کردم که ایشون چطوری با رژیم کار میکنن، اینها برای این در بیرون هستن. حالا آقای مصداقی، خب شما برنامه های ایشون رو ببینید، اونطوری که خود آقای بهبهانی گفتن تلویزیون آشپزخونه ای و میکروفون رو میذارن 2 ساعت 3 ساعت در اختیار ایشون رو میرن به کارهاشون میرسن، ایشون هم اونجا گاهی چرت میزنه و گاهی یک نگاه میکنه همینطور و نمیدونه چی بگه و چقدر این حرفای تکراری و دروغ رو بیاد بگه و چقدر توهین بکنه به هر کسی. یعنی یک بار نشد ایشون اسم یک نفر بیاره و توهین نکنه. خب این همون سیستم مجاهدین است، یعنی توی سازمان مجاهدین که شما باشی از صبح که چشم تو میخوای باز کنی، خیلی عذر میخوام من از بینندگان عزیز، با فحش خواهر و مادر اینا رو از خواب بیدار میکنم و با شبم با همین لحن میخوام. یعنی اینها رو در صبحگاهایی که هر چیزایی که خود اینها تعریف کردن، یک نفر اگه خطایی بکنه صبح میارن سر صبحگاه، هر چی فحش لایق خود مسعود و مریم هست به اینها میدادن و خب این رواج داشته بینه. یعنی کسی که کوچکترین حرکتی میکرده باید با فحش خواهر و مادر و همه اینا همراه. خب ایشون اینا یاد گرفته و این تو مغزش هست. ولی آقا تو چه دیگه، تو میخوای صحبت بکنی، نویسنده هستی، مبارزی، بشین حرفاتو بزن، از کسی هم میخوای انتقاد کنی اسمشو بیار بگو این ایراد داشته اون ایراد داشته. اگر مگه کسی اسم شما رو آخر میاره جایی؟ کی؟ من این همه صحبت کردم یک بار اسم ایشون آوردم؟ یا مثلا آقای زن یا ایکس ایگرگ چیکار به بقیه داری شما که هر روز بشینی چون مطلبی نداری؟ یا میخوای حالا چون مثلا آمد نیوز خبرهایی میده و یک سری بیننده داره، یک سری مشترک داره بالای 1 میلیون، میخوای بیننده پیدا بکنی بعد میگردی به آقای زم توهین میکنی یا به من توهین میکنی یا به آقای بنیسر توهین میکنی؟ این کارا قشنگ نیست. ایشون تواب هست. تواب معنیشو اگر کسی نمیدونه من بگم، یعنی کسی که توبه میکنه، توبه کرده، یعنی یک کاری بوده قبلا، یک کار زشتی کرده، بعد میاد یک جا توبه میکنه. این همین که شما میری دادگاه یه خلافی کردی، حالا غیر از اون که دادگاه رئیس دادگاه ازت میپرسه، آخرش هم مثلا میگی آقا من شرمنده هستم، من این کار زشت رو انجام دادم و ببخشید من. خب ایشون در سال 60 در اون کشت و کشتارهایی که من خودم هم بودم و 2 سال تا 62 من ایران بودم و میدیدم چه خبر از تو خیابونا، چه کشتاری میشه، ایشون رو بعد از اون شلوغی ها میگیرم، چون تو کشتارهای اولی اگه گرفتن همون موقع ادام میکردن. یعنی خود منم اگر همون روزای اول گرفتن ادام، یا تو خیابون ادام میکردن یا ایبی این آقای هادی غفاری که الان اصلاح طلب شده که همون آدم کش سال 60 و کشتارها هستن، همه ی البته اصلاح طلب ها که آقای غفاری، ایشون تو خیابون با مسلسل میکشت آدم ها رو. تو میدون فردوسی خود من بچه خواهر من بغل پای من تیر خورد و ما حالا فرار کردیم، خیلی اینا رو اونجا بوده. خب این آقا اونجا بوده، حالا بعد دستگیرش کردن. به گفته خود سازمان 30,000 نفر رو رژیم اعدام کرده از سازمان مجاهدین. چطور شده که این آقا سالم مونده، اونم تو زندان و آدم حالا به گفته رژیم یا آقای منتظری که اعدام کرد 3,000 تا 5,000 نفر رو اعدام کرد. کیا رو اعدام کردن؟ کسانی که سر موزه خودشون بودن. یعنی چی؟ بهش گفتن آقا شما سر موزت که مجاهد بودی یا حالا فدایی بودی یا سلطنت طلب بودی هستی؟ گفته بله من هستم، بردن اعدامش کردن. خب ایشون چی گفته که اعدامش نکردن؟ گفته آقا نه من غلط کردم، اون کارم بد بوده، زشت بوده و این کار رو نمی کنم. خب حالا این کار رو نمی کنی، شما تشریف داشته باشید اینجا، حالا اونا رو که کشتن حالا آقا بیا. درست کاری رو کرده ایشون که رهبرش آقای مسعود رجوی قبل از انقلاب کردن. آقای مسعود رجوی رو وقتی گرفتن تواب شد ایشون و توابیش این بود که خونه مرحوم حنیف نژاد نشون داد و خونه های تیمی رو و یه سری از دوستانش رو، اونا رو کشتن، ایشون مون و بعد از انقلاب ایشون شد رهبر. درست ایشون همون کار کرده، یعنی هم لو داده، هم خونه های تیمی نشون داده، هم هر کاری که میتونسته، همکاری با کی اومد؟ با جنایتکارترین قشر روحانیتی که در زندان ها صبح تا شب آدم میکشتن، ایشون با اونها بوده مدتی و بعد آزاد میشه. تاریخ آزادیش هم هیچ کس نمیدونه که چیه، خودش هم نگفته، حتی کتاب هم نمیشته و نگفته. خب این بعد دوباره آمده و رفته دوباره جزء سازمان.
چطور ممکنه سازمان کسی رو که 7 سال در زندان این رژیم بوده، تواب شده، با اینا همکاری کرده، دوباره قبولش کرده؟ خب یک ارتباطی بین رژیم، همونطور که من در اون نوارهای قبل گفتم، بین وزارت اطلاعات و فرماندهی مجاهدین ارتباط برقرار هست، با هم همکاری میکنن. یه مدت اونجا همکاری کرده. حالا من نمیدونم، چون این رفتار و این گفتار ایشون رفتار و گفتار مجاهدین هست، نمیتونه این آدم جدا شده باشه. ممکنه فیزیکی آمده باشه بیرون، ولی من فکر نمیکنم ایشون جدا باشه با این مغز و این تفکری که الان داره. و این شخصیت ایشون هست، چون چیزی نداره الان دیگه، همه صحبتشو کرده، هفته 3 ساعت و نشسته صحبت کرده، الان هر چند وقت یه بار باید حالا به یکی اسم یک نفر بیاره و یک نفر، یا حالا بگه آمد نیوز، یا بگه آقای فرهودی، یا نمیدونم چاله. هر بار شما دیدین اسم 4-5 نفر رو میاره با توهین، یا مثلا اسم بنده رو، و برنامه رو ادامه میده. اون آقای بهبهانی هم متاسفانه هر بار که ایشون هم چیزایی میگه، میاد یک پارازیت که ایشون به نفع ایشون میده و دوباره میره دنبال کاره، و این کار قشنگی نیست. و این شخص خب خودتون دیدین اینم وضعیتش هست. حالا کسی که گفتم توابی بوده که با جنایتکارترین افراد رژیم جمهوری اسلامی 7 سال کار کرده و با سازمانی که 40 سال خیانت کرده، اینها در با صدام حسین در کشتن حتی اسرای ایرانی دست داشتن، مجاهدین، کشتن سربازهای ما در خط مقدم جبهه، در بمبگذاری ها در تهران، در کشتن حتی حزب اللهی هایی که فقط ریش داشتن، اینا همکار بودن. حالا الان آمده، من نمیدونم دیگه چیزی راجع به ایشون نمیتونم، امیدوارم که ایشون دست از این کارها برداره و به جای توهین کردن بشینه فکر بکنه و بشینه مؤدبانه، اگر فکر میکنه آدم سیاسی هست و میخواد تجزیه تحلیل کنه راجع به اینها و راجع به وضعیت الان ایران، و یا باید بگه چیکار باید بکنیم که از دست این رژیم راحت بشیم. اینه که شما 3-4 ساعت بشینید فحش بدید و توهین کنید به همه، این که مبارزه نیستش. بسیار ممنونم. اگر تحمل انتقاد دارید، دوستان شروع کردن از شما انتقاد کردن. اولیش خانم لیلا میلانی نوشتن که خدای من 40 سال است که اینها فقط دارن غور میزنن و انتقاد میکنن، آخوندها هم دارن دلار به جیب میزنن، آخر با گفتن این حرفا کجا را گرفتید؟ و برای همینه که آخوندها احساس تهدید نمیکنن. آقای اردوان فلا هم نوشتن روی فیسبوک، آقای گرامی، نه فقط آقای حسینی، بلکه هر کسی که برای مردم نسخه میپیچه که در روز نحس 22 بهمن مردم مخالف رژیم دعوت به بیرون آمدن از خانه ها میکنند، یا دانسته مزدور رژیم جنایتکار تازی است و یا احمق و ناآگاهانه در خدمت آن. آخر در روز 22 بهمن که رژیم ماها قبل برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر جلوه دادن و بیرون آوردن همه اراذل و اوباشش، بسیجی و پاسدار و خانواده شهیدان و ورزشکاران و دانش آموزان و حتی کارمندان دولت را به تظاهرات به خیابان می کشد، همان روز از مردم بخواهد به خیابانها بیایید، آیا این بودار نیست؟ شما تمام مردم ایران را نادان میپندارید. به نظر من این یه چیزیه که شما یه مقدار در موردش فکر کنید، و اگر خواستید چون امروز 16 بهمن هست میتونید تا قبل از 22 بهمن هم یا پیام برای ما بذارید باز، یا مهمون ما باشید و در این نتیجه صحبت کنید که آیا تصمیمتون عوض میشه، باور دارید که مردم اگه عصر بیان نتیجه بخشه، یا به اصطلاح با این دوستان موافق هستید. بفرمایید. بله، من اولا یک موضوعی رو بگم که من هر چیز از کجا صحبت می کنم یا چیزی می نویسم مسئول حرفای خودم هستم، چه در گذشته، چه حال و چه آینده، نه به کسی، شخصیتی یا گروهی ارتباطی داره و وابستگی داره. من حرفامو مسئول خودم هستم و خودم می زنم. من اگر گفتم 22 بهمن، من نگفتم صبح 22 بهمن که با اینها هم گروه بشه. من گفتم اینها صبح تا طرف های بعد از ظهر میان و بعد از ظهر از هم میپاشن، از بعد از ظهر از ساعت 5 و 6 یا 7 و 8 طرف شب، همین چیزی که الان این
در ماه دی ماه همش شبها برگزار شده، اون کارو بکنی که اینها نیروهاشون خسته هستن. حالا اصلا اشکالی نداره، اولا میگفتم مردمن که خودشون تصمیم میگن هر جوری که اونها بخوان الان انجام میدن. الان گوش به حرف کسانی که بیرون هستن نمیدن، چقدر مگه از اون 80 میلیون میان بشینن الان حرفای بنده یا بقیه رو گوش بکنن؟ 10% 20% نمیدن. اونها کار خودشون رو پیش میبرن و هر جوری صلاح بدونن انجام میدن. ولی نظر من این هست که 22 بهمن چون تمام خبرگزاری ها این خبرها رو میفرسته و دنبال میکنه، اگر اصل 25 یا حتی من میگم روز 22 بهمن اینها در میرن در میدون آزادی، مردم برن در میدون ژاله، برن در میدون خراسان، درست عکس اون برنامه و شعارهاش هم مشخصه. خوشبختانه الان این تلفن و این وسایل هست، سریعا میتونن خبررسانی کنن و همه چی مشخصه دیگه. رژیم دروغهای اینطوری نمیتونه بسازه و بگه اینا همه طرفدار ما هستن. من نظرم این هست، ولی گفتم از یا یک محل دیگه، چون روزی هست که شما فکر بکنید نیروهایی که میفرستن همه رو طرف میدون آزادی و تو اون خیابونا خواهند فرستن. مردم اگر در دروازه غار نمیدونم الان یادم نیست اونجاهایی که یا میدون ژاله شهدا اونجاها برن، خب اینا مجبورن نیروهاشون رو بکشن اون طرف، در اون طرف بکشن، اونم تازه شب باز. الان خودشون دارن شب این کارو میکنن. من نظرم این است، خب من نه وابستگی به رژیم دارم، 40 سال من دارم مبارزه میکنم. البته این پیام دومی معلوم بود که از این دوستان سلطنت طلب هستن که توهین میکنن. اون خانم محترمی هم که اول گفتن این حرفا درسته، هم با شماست خانم، من هم دوست ندارم که آدم اینجا بیاد بشینه و از کسی صحبت کنه، ولی همین کسا بودن که 40 سال نذاشتن هیچ اتفاق بیفته و مردم رو درگیر کردن. باید مردم اینها رو بشناسن و وقتی مردم اینها رو شناختن و وقت میتونن با هم یکی بشن. قرار نیست که ما بشینیم تک به تک و پشت سر هم دیگه صحبت بکنیم. به نظر من باید ماها بتونیم با هم هماهنگی داشته باشیم، با هم لااقل به نظر من در مورد استقلال و آزادی اگر هممون قبول داریم میتونیم با هم بشینیم و کار بکنیم و انشاءالله بتونیم در 2 سال آینده از شر این رژیم راحت بشیم. بسیار ممنونم آقای شادن رو. اگه لطف کنید بعد از برنامه وقتی که کمی خستگی در کردید با دوستان روی فیسبوک این گفت و شنود رو ادامه بدید، من ممنونم. چون یکی دیگه از دوستانم آمده، ایشون ادعا میکنه که 22 سال در رده های کار کرده در جمهوری اسلامی و ایشون باور دارن که صحبتایی که شما میکنید یه دلیلش دوری از ایران و ناآگاهی از سیستمی هست که جمهوری اسلامی و آخوندها اونجا رو اداره میکنن. اینا رو اگه خود شما بخونید و خودتون پاسخ بدید خیلی بهتره تا من هیست شیست کنم. ضمناً خانم لیلا میلانی باز نوشتن که این مردم یک رهبر دانا و آگاه میخواهند. درباره اون صحبت که شما کردید و گفتید آقای بنی صدر گفته که من نمیخوام به اصطلاح کاری باشم یا برنامه و اینها، اتفاقا من آرزو میکنم همیشه که ای کاش یه نفر میامد و میگفت من میخوام کاری باشم و برنامه‌م هم این هست. مشکل ما اینه که بیشتر دوستان همه میگن که ما نمیخوایم. البته خب عذر آقای بنی‌صدر واقعا موجه، ایشون هم سنی ازش گذشته و هم بعد از این ماجراهایی که بر سرشون آمده واقعا دلیل دارن که نخوان دیگه در کار سیاسی باشن، چون سیاست دروغ و دغل هست و ایشون من دروغ و دغلی درش ندیدم. درستان ممنونم از شما، اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه خداحافظی میکنیم به این امید که این بار دیگه 6 ماه 7 ماه شما ما رو ول نکنی به یاد خدا و با ما بیشتر باشید. خواهش میکنم. مرسی. من خیلی کوتاه بگم که یک قانون اساسی نوشته شده توسط آقای بنی‌صدر و دوستان آقای بنی‌صدر، کسانی که در کار حقوقی هستن، و این قانون اساسی تا چند وقت دیگه پخش میشه، گفته میشه. و چرا آقای بنی‌صدر برنامه دارن، نه خودشون چشمی به قدرت در ایران ندارن ولی برنامه دارن نسبت به تجربه 70 سال مبارزه‌ای که داشتن در حالا جبهه ملی و یا همکاری با ملیون و همین 40 سال بعد از این رژیم و تجربه‌ای که از این روحانیت به دست آوردن و حتما ایشون خواهند گفت و در روزهای آینده اتهام ماه آینده هم عوض میخوام همین 27 همین ماه در کلن آلمان
یک جلسه بزرگی است که ایشون شرکت میکنن در اونجا و به پرسش‌های مردم هم پاسخ میدن. اگر دوستان مایل بودن میتونن بیان، آزاد ورود برای اینها در شهر کلن آلمان 27 شنبه در همین ماه، و انشاءالله بشه یک هماهنگی پیش بیاد بین کسانی که واقعا گفتم دلشون به حال اون مردم مملکت. آقای شادانلو 27 شنبه نمیشه، 24 شنبه هست. شنبه پس شنبه بعدش، شنبه بعد میشه احتیانا اول، نه ببخشید میشه دوم سوم ماه ما. حالا اینو دقیقش معلوم کنید، بعدا برای من پوستر یا فلایش بفرستین. از طرف من با آقای بنی‌صدر سلام برسونید و از اینکه ما رو پذیرفتن و به اصطلاح میزبان ما بودن تشکر میکنم، ولی خوشحال میشم که مصاحبه‌ای هم با ایشون داشته باشم، مخصوصا این ایام و در رابطه با این نشستی که دارن و اون دعوتی که از مردم کردن، چون شما میگید پابلیک هست و عمومی هست. بله. برای من بفرستید، من روی تلویزیون مردم و فیسبوک مردم تیوی پخش میکنم. بازم ممنونم که با ما بودید، خوشحال شدم که دیدمتون. مواظب خودتون باشید، با امید روزهای بهتر و به امید اینکه باز هم با شما دیدار داشته باشیم. ممنون از شما و از دیدندگان شما و شب بخیر دیگر. وقت شما بخیر. دوستان عزیز، با آقای جهانگیر شادانلو بودیم. ازشون خواهش کردم که در فیسبوک با شما باشن و ازتون خواهش میکنم خیلی دوستانه و مؤدبانه، اگر حتی مخالف هم هستید، با هم گفت و شنودی داشته باشید. درباره صحبتی که خانم لیلا میلانی کردن، من 100% با ایشون موافقم. همیشه گفتم که ای کاش این نفر میومد میگفت من میخوام شاه بشم، رئیس جمهور بشم، من میخوام فرمانده ارتش بشم، و به خاطر این خواستن کاری انجام میداد. ولی دوستانی که میان، آقای چمنارا، آقای و دیگران، اولش اتفاقا تاکید میکنن که ما هیچ مقامی نمیخوایم. خب یه جورایی مهر تایید هست که خب چون مقامی نمیخوان 100% هم فعالیت نمیکنیم برای اون. در صورت آقای شادانلو صحبتاش روی یوتیوب هست، نوشته هاش و نظراتش رو میتونید دنبال کنید، و اون ویدیو و عکسایی که حتی سفارت ایران رو رفته بودن و دوربین ها رو به اصطلاح چیز کردن، ولی همون موقع همین دوستانی مثل آقای اکبر گنجی و اینها، اصلا از همون اول اینها کارشون خراب بود، عکسای ایشون رو مثلا برداشته بودن نشون نمیدادن اینها. به نظر من ایشون حرفی برای گفتن داره و خیلی خوشحالم، من سالها پیش با ایشون آشنا شدم و دنبال میکنم نوشته ها و گفته های ایشون رو. دوستان عزیز، چون با آقای شادانلو بیشتر از 30 دقیقه بودیم، اجازه بدید من 30 دقیقه دیگه با شما باشم، و همونجوری که بهتون گفتم فیسبوک آقای جهانگیر شادانلو رو میتونید خیلی ساده پیدا کنید، من حالا تو برنامه هم نشون میدم، با ایشون تماس بگیرید و خیلی ریسپانسیو هستن، یعنی همیشه احترام گذاشتن و جواب دوستان رو دادن. بازم از ایشون ممنون و به امید دیدار ایشون. شماها هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، با ما باشید و نظرات خودتون رو بگید. اجازه بدید من فیسبوک دیگه، از بس فیسبوک به اصطلاح راحت شده کسی سراغ وبسایت نمیره. همون جوری که گفتم اسم ایشون جهانگیر شادانلو است، ولی شما چه اسم جهان شادانلو و چه جهانگیر شادانلو رو روی فیسبوک اگه بنویسید، دو تا صفحه‌ای که مربوط به ایشون هست پیدا میشه و میتونید با ایشون در تماس باشید. ببینید اینجا نوشتن جهانگیر شادانلو، اینجا نوشتن جهان شادانلو، و با هر کدوم از اینها که تماس بگیرید ایشون با شما صحبت میکنن. این هم از این ماجرا. و اما یک کتابی به دست من رسید، کتاب PDF یا پورتبل فایل داکیومنت، یه چیزی PDF داکیومنت فایل، پورتبل داکیومنت فایل PDF، و این 664 صفحه است. اسم کتاب هست کاگبه در ایران. میدونید که KGB میگیم کشورهای دیگه، ولی توی ایران میگفتیم کاگبه، یعنی همون سازمان جاسوسی روسیه یا اون موقع شوروی. و این جالبه، من برای دوستان نوشتم اگر کسی مایل هست که به اصطلاح این کتاب رو داشته باشه و بخونه روی اینترنت، چون اون فلسفه
مفتخور نبودن رو میخوام دور کنم از به اصطلاح یا نزدیک کنم به جامعه ایرانی، گفتم هر کسی $10 حمایت کنه من اونو براشون میفرستم. متاسفانه یکی از دوستان گفت که وقتی این رو برای من فرستادید با ایمیل باز نشد. البته خوشحالم که بعد گفت که پسر من وقتی آمده گفته که به اصطلاح یه اشکالی تو کار کامپیوترتون هست. دوستان یه مقداری گاهی وقتی هفته یه ساعت بریم یه چیزی یاد بگیریم راجع به کامپیوتر. مثلا اگر سیستم PDF کار نمیکنه با doc doc document، اگه این دوتا کار نمیکنه با word، بعد روی گوگل بپرسیم که مثلا این فایل ها را چجوری کانورت کنیم به هم دیگه، یا چجوری کانورت کردن تبدیل کنیم به هم دیگه. ضمن این که پیشنهاد میکنم خیلی مواظب باشید وقتی که روی گوگل یه چیزی رو سوال میکنید، بعضی از لینک هایی که نشون میده متاسفانه لینک هایی هست که حالا یا میخوان اینفورمیشنتون رو جمع کنن یا میخوان IP ادرستون رو بگیرن و بفروشن و این ماجرا. من اون قسمتش رو بهتون پیشنهاد میکنم، ولی برای اینکه مواظب باشید 3 مرتبه بهتون تذکر میدم مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید و گول هر وبسایت و گول هر لینکی رو نخورید. و اما من این کتاب رو براتون نشون بدم، چون بعد دوست من گفت به نظر میرسه که این کتاب قلابی باشه. من فکر کردم منظور از قلابی یعنی اصلا کتابی وجود نداشته باشه. بهشون گفتم نه، کتاب اینجاست و من 664 صفحه رو دارم نگاه میکنم. اولا این عکس رو اجازه بدید من بهتون نشون بدم. این عکس روی جلد کتاب هست. ببینید ولادیمیر گوزیچکین یا گوزیچکین، افسر سابق کاگبه. اسم کتاب هست کاگبه در ایران، ترجمه اسماعیل زند، دکتر حسین ابوترابیان. ایشون همچنین به من گفت که اسامی این دوتا مترجم را هم توی به اصطلاح گوگل زدن و نتونستن پیدا کنن، که البته خب حالا این ابو ترابیان رو 1000 رقم میشه بنویسید، دکتر نوشته باشه ننوشته باشه، حسین رو شما 4-5 رقم میتونید بنویسید. یکی از مشکلاتش اینه. حالا اجازه بدید من خود کتاب رو هم براتون نشون بدم و اگر کسی مایل هست داشته باشه همون جوری که گفتم $10 حمایت کنه تلویزیون مردم رو، من براش این کتاب 664 صفحه‌ای رو از طریق ایمیل ارسال میکنم. بذارید من این صفحه ادوبی یا همون PDF به اصطلاح این رو نشون بدم، شما هم ببینید که صفحه ما که الان اینجوری هست. ببینید این کتاب، بله کامرای دو، ببینید اینجا نوشته صفحه 1 از 664. ما با هر کدوم از اینا که کلیک میکنیم میبرتون صفحه 2 از 664، 3 و همینجور تا کی؟ تا صفحه 664. بذارید صفحه اولش رو من بخونم، اینا همه مقدمه هست و اینها، ولی بخش نخست دوره آمادگی، فصل 1 کودکی و نوجوانی. به سال 1947 در خانواده پرجمعیت در شهر مسکو متولد شدم. مادر بزرگم 15 فرزند داشت. 2 تن از آنان در جنگ جهانی دوم کشته شدند و بقیه زنده ماندند. خویشاوندان نزدیکم به کارهای گوناگونی می‌پرداختند. بعضی از آنها در کارهای پژوهشی و چند نفری به صورت کارمندان امور بازرگانی. یه دلیلی که این کتاب هم وجود داره هم هست این هست که برای پتیک هم فرستادم و پتیک نوشته بود که کتاب رو گرفته و جالبه که چند صفحه شو فکر کنم تا صفحه 49 و اینها رو خونده بود برای من نوشته بود. و اجازه بدید که من اینجا این رو براتون پیدا کنم و نظر پتیک رو درباره نوشته این کتاب بگم. البته دوستمون یه جورایی رفته بود به طرف دسیسه که شاید این کتاب رو دولت جمهوری اسلامی نوشته. بله این هست همیشه و تا حالا چند بار اتفاق افتاده. مثلا حتی کتابی که مادر فرح دیبا گویا نوشته بود بعدن گفتن که خانم فرح دیبا گفت که نخیر مادر من همچین کتابی ننوشته و این توسط جمهوری اسلامی به چاپ رسیده. من توی اون قسمت اصلی بودن و اینها
به اصطلاح وارد نمیشم، این وظیفه شماست که ما فقط میگیم یه همچین چیزی هست، شما برید تحقیق کنید. پتیک اینجوری نوشته بود درباره کتاب، صفحه خاطرات نوشته بود که با تشکر از ارسال این کتاب به صفحه 17 رسیدم، با خود قرار گذاشتم هر جا مطلب جالبی دیدم بلا فاصله خواندن را قطع و برای شما بنویسم. در آخر صفحه 17 کوزیکچین می نویسد در زمان خدمت مردان اصیل و معتقد هرگز ارتقا پیدا نمی کردن. اما آنها که آماده به خاک افتادن در برابر فرمانده بودند به سرعت ترقی می کردن. دو نتیجه، خودش که پیشرفت نموده پس از این قضیه تبعیت کرده، افراد ارتش ما هم اگر ترقی کرده اند از این فرمول استفاده کرده اند. 560 صفحه دیگر باقی است، این میز تحریر من هم کمی داغ است. ممنونم از ایشون و اجازه بدید باز دو قسمت دیگه از این نوشته که صفحه 29، این هم حسن ختام امشب، نوشتن که از طرف دیگر جاسوسی کاری است افتخارآمیز و مشکل و رمانتیک که برای سعادت میهن ما، ایشون تو پرانتز نوشته چه تفسیر جالبی، صورت میگیرد. فقط تواناترین و شریفترین، تو پرانتز باز پتیک اضافه کرده قابل توجه آقای ثابتی، مردمان برای چنین کاری قبول میشدن. بعد ببینید یه جورایی من بهتون بگم، الان ثابت شده که این آقای ترامپ که ما میگیم شالاتان و دروغگوه، میگن که بعضی وقتا اینا باور میکنن که این درسته. مثلا ایشون باور میکنه که الان تمام ریپابلیکن ها حتی جمهوری خواه ها با دموکرات ها با اف بی آی با سی آی ای با سازمان های دیگه دست به یکی کردن که ترامپ رئیس جمهور نشه و اگه شد از بین بره، مثلا حالا یا ایمپیچ بشه یا هرچی. خب آقا اگه اینا همه این کار کردن که تو رئیس جمهور شدی، پس اینا نتونستن دیگه، چرا الان اعصاب خود تو خراب میکنی؟ برو خوش باش. اینم از این. در هر صورت این ماجرای کاگبه کتاب 664 صفحه در ایران. و اما آقای احمد علی مسعود انصاری مصاحبه کرده با تسنیم، این هر وقت اسم تصنیف میاد من یاد تصنیفای میافتم که دم سینماها میفروختن، و از من خواستن، گفتم بهتون هر کسی هر مقاله ای فیلمی مصاحبه ای داشته باشه که جای دیگه انجام داده باشه میتونه با مبلغ $10 از طریق تلویزیون مردم به چشم و گوش و عقل و هوش حدود 9000 نفر برسونه. و آقای انصاری $10 هزینه میکنه، میگه که اینو برای من بذارید، من قبل از این که حتی مقاله رو بخونم اونجا به اصطلاح اینو پست میکنم. حالا دیدم یه آقای اومده که آقا این به اصطلاح اینجوریه، روایتی از فساد اخلاقی همسر شاه، بعد حتی مطلب دومش اینه آمریکا از رضا پهلوی استفاده ابزاری میکنه. والا فساد اخلاقی همسر شاه که دیگه اونی که نمیدونه خواجه حافظ و خواجه سعدی هستن که اینا قبلی از ماجرا فوت شدن. این یک ماجرا، این که آمریکا از رضا پهلوی استفاده ابزاری میکند، ببخشیدا به نظر میرسه که ابزار خوبی هم ایشون نیستن، چون آمریکا چه استفاده از این کرده و به نتیجه رسیده ناگفته نماند. دوره خاتمی، من شنیدم که آمریکا از رضا پهلوی رو به اصطلاح میگفته که به خاتمی اگر مثلا شما خیلی چیز کنین ما اینو سپورت میکنیم میفرسیم، اینها به عنوان لولو خورخوره نشون میداده. حالا نمیدونم چقدر درسته یا نه، سعی میکنم بار دیگه که با آقای احمدعلی مسعود انصاری صحبت میکنیم این رو هم ازش سوال کنم که آیا چنین چیزی بوده از آقای رضا پهلوی به عنوان لولو خورخوره در ماجرا و در اون سالهایی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود استفاده شده یا نه. خب اجازه بدید باز بریم سراغ این نوشتهایی که من براتون گذاشتم. امروز آسمان دیلی نیوز برای من یه چیزی فرستاد، واکنش عجیب روحانی به خبر حمله فردی مسلح به نهاد ریاست جمهوری. و من متاسفانه دیدم اینم مثل ویدیوهایی که مجاهدین میسازن خیلی بیمزه و لوس و اینها، و برای آسمان دیلی نیوز
گفتم که لطف کنید اسم من رو بردارید، چون من به عنوان یک مدیا یا یک رسانه درست و حسابی می اومدم شما رو به اصطلاح نگاه میکردم و میخوندم و اینها، ولی اگه شما قراره طنز بگی و جوک بگی، اونم طنزای اینجوری و بیمزه و اینها، من وقت ندارم. و اما یه نوشته ای رو به شما نشون بدم که یه کمی دلتون خوشحال بشه. آهان، یه دوستی از من پرسید که آقای سربی، این آقای مازیار بهاری مسئول ایران وایر هست؟ گفتم والا من نمیدونم دیگه، انقدر وبسایت زیاد شده و فیسبوک زیاد شده و که همون ماجرایی که هر کسی میتونه یک رسانه باشه الان صدق میکنه و من نمیدونم. گفتم خب حالا که صحبت از ایران وایر شد، من یه سری بزنم به ایران وایر و ببینم کی به کیه. شما قانون وبسایت های درست حسابی اینه که شما وقتی میری اونجا یه جاییش طرف نوشته درباره ما، یا و معمولا نوشته دیگه، مثلا من درباره خودم نوشتم یه آدم ساده که امیدم اینه که فردایی آزاد دموکرات برای همه داشته باشه، خیلی ساده، اسمم اینه اینه. یه جاهایی میرید شما اصلا طرف رو نمیتونید پیدا کنید، اونا دارن ماهیانه یا سالیانه یه پولی رو میدن، فکر کنم ماهی 70 دلار سالی 84 دلار یا همچین چیزی پرداخت میکنن که شناخته نشن. شما بلا فاصله از خودتون سوال کنید چرا باید شناخته نشن؟ چرا وقتی من مینویسم iranwire.com، گوددی یا وبسایت‌های دیگه، اونایی که دامین میفروشن، چرا مشخصات اینا رو نمیدن؟ اینا چه چیزی دارن پنهان میکنن؟ آقای شادانلو از آقای زم و آمد نیوز به یک جوری دفاع کردن، ولی آقای زم و آمد نیوز اولی که آمدن خیلی خوب رفتن جلو، ولی الان زیر سوال هستن. و بله، این ماجرای ایران وایر من دارم بهتون نشون میدم که نوشته ترامپ خودش نمیداند، ولی ایرانی ها همان نروژی هایی هستند که او دنبالشان است. و یه عکسی گذاشته، این عکس مال موقعیه که توی چیز به اصطلاح توی فرودگاه ها ایرانی ها رفت بودن تظاهرات، موقعی بود که ترامپ آمده بود و میگفت هیچ کس نیاد، و هر کسی این مقاله رو نوشته آفرین، این چیزی بود که به فکر من نرسیده بود. ترامپ خودش نمیداند، ولی ایرانی ها همان نروژی هایی هستند که او دنبالشان هست. عوض کنید که او آرزویشان را دارد، و باریکلا این هر کی گفته. ولی دوستان نگاه کنید، وقتی شما میان اینجا به صفحه اصلی این ایران وایر میرید، هیچ جایش راجب ما درباره ما اینها صحبتی نکردن، یعنی اینها هم یه جوری میخوان ناشناس بمونن. چرا؟ من نمیدونم. باهاشون تماس بگیرید و ببینید ماها که مثلا یه نفر برای من نوشته بود آقا این فرقه فلان، گفتم آقا به کی هستی؟ من که 20 سال اومدم جلو این دوربین و نور و توی این جعبه شیشه‌ای نشستم، شما منظورت به کیه که رفتن قایم شدن؟ و خیلی بده بعضی وقتا دوستان یه قسمتی از یه جایی رو میبینن، میان یه چیزی رو میگن که شما وقتی نگاه میکنی میبینی اصلا این درباره کی داره صحبت میکنه. یکم زحمت بکشید بنویسید، بگید مثلا درباره ایرج مصداقی که گفتید، ایرج مصداقی جزو به اصطلاح سازمان مجاهدین بوده یا جزو فرقه رجوی بوده. این دوستمون نوشته آقا تا حالا 50 تا قانون اساسی داریم. من هم همین مشکل دارم، میگم مشکل ما نبود قانون اساسی نیست. الان که دیگه دوره قدیم نیست که هر جای کشور و بلاد و مملکتی برای خودش بلد یا به اصطلاح یه نفر بیاره بشونه. الان شما با اینترنت میگی که من یه کشوری میخوام مثل آلمان، ببینم قانون اساسیش چیه، اونو میاری هر جا نوشته جرمنی شما ازش عوض کنی میذاری ایران. ولی اجرای قانون اساسی یا اینکه مردم آماده اون هستن یا نیستن. یکی از فامیلای ما امروز صبح برای من یه ویدیوی فرستاده بود که نشون میده پتوها رو دارن انبار میکنن توی انباری، و طرف فیلم گرفته از همون فیلمای یواشکی. آخه ما آزادی یواشکی داریم، فیلمای یواشکی هستیم، اصلا ما ملت یواشکی هستیم، شاید هم ملت لواشکی هستیم، نون لواش. بعد میگه که ببینید مردم دارن از سرما میمیرن، ولی اینها پتوها رو دارن انبار میکنن. من برای این دوستون نوشتم بذارید براتون یه ماجرایی بگم. من وقتی که
ایران به اصطلاح جنگ بود و با وجود که من سربازی کرده بودم تموم شده بود و هیچ وظیفه نداشتم برم، ولی با دوستانی که تو کار رشته برق و اینا بودن ما رفتیم که کمک کنیم اون موقع برای کارخونه یخ خسروآباد و اینها. و من چون رانندگی کامیون و اینا رو بلد بودم، ماشین شهرداری رو برمی‌داشتیم می‌رفتیم آب آشامیدنی می‌دادیم به جایی که عراق اومده بود زده بود مثلا آب انبارشون رو خراب کرده بود یا قسمت آبرسانیش. دوستان شما باور نمی‌کنید، ما که نه از طرف آخوند بودیم، نه از طرف صدام حسین بودیم، نه از طرف شاه بودیم، هیچ کس، یه دبیر ساده رفته بودیم کمک کن. این لوله آبو که می‌گیری بریزی تو ظرف این بچه وایساده یه سطلی یه لوله آب ما داریم میگیریم که بریزیم تو، چون با ماشینای ما لیلان شهرداری بود که آب میدادن به باغچه‌ها. آقای میاد قدش دو برابر من، سطلشو میذاره رو سر این بچه‌ای که وایساده آب ببره خونه‌شون. آقا خانم، این که دیگه اینجا آخوند نیست که، این من هستم به عنوان ملت و شما هستی به عنوان ملت. بعد از لحاظ تدارکات، لوجستیکی، هر کاری، همین آمریکا مگه به این پیشرفته نیست؟ 12 سال از زمانی که سیل و طوفان اومد توی نیورلینز داره میگذره، دوره جورج بوش بود، هنوز اینا نتونستن درستش کنن. چند ماه داره از این ماجرای پورتوریکو، اصلا این کلمه پورتوریکو یعنی ریکو به انگلیس، به اسپانیش یعنی ریچ، یعنی بندر پولدارا یا بندر ثروتمند. هنوز برق ندارن. انتظار زیاد داشتن خوبه، ولی آقای چیز حرف خوبی میزنه، میگه ما داریم خواستن توانستن است. نه آقا، نه خانم، خواستن توانستن نیست، خواستن در حد توانستن توانستن است. و الا من امروز میخوام اینجا یه جاده بسازم که هیچ ماشینی تو ترافیک وای نست. خب نمیشه، وقتی همه اومدن گفتن چه جاده خوبیه، ما میایم تو این ترافیک اینجا میشه. بعد یه عکسی هم یه نفر برای من فرستاده، فکر کنم همین آقای شهرام، دکتر شهرام ایران بومی باشه، در رابطه با موضوع اون آقای رضا زرابی. به نظر من این عکس و نوشتش، ما باید یک نسخش رو، عکسش رو بگیریم بذاریم در آفیسمون یا در خونمون یا در اتاقمون، هر جایی که بیشتر توی چشممون هست و بهش توجه کنیم. بذارید من براتون اینو بخونم: هر پرهیزکاری گذشته ای دارد و هر گناهکاری آینده ای. این برای اون دوست نیویورکی که خیلی هم لطف داره به ما، ایشون میگه من ارادت دارم به شما، برنامهات نگاه میکنم. من میگم ای کاش حمایت میکردی اونجوری بهتر. ببینید دوستان، هر پرهیزگاری گذشته ای دارد و هر گناهکاری آینده ای. در تاریکی همه ما شبیه یکدیگریم، محتاط باشیم در قضاوت کردن دیگران وقتی نه از دیروز او خبر داریم نه از فردای خودمان. این آقای دکتر شهرام ایران بومی روی فیسبوکش اگه بریم چیزای قشنگی می‌نویسه، عکسای قشنگی میگیره، البته گاهی وقتی هم به اصطلاح آب از دهان ما را میندازه با نشون دادن خوراکای ایرانی یا همون به اصطلاح خوراکای آلمانی و اینها. خب بله، اون برنامه آقای شادانلو رو هم به زودی با دو تا ویدیو براتون روی یوتیوب میذارم تا بتونید، یک شو بینیسم آقای شادانلو و اون آیت الله شیرازی. و من همیشه فکر میکردم خانواده شیرازی کلن از ایران خارج شدن، ولی همونجور که در برنامه بهتون نشون دادم اون به اصطلاح حکم جلبش و ویدیو ایرم که آقای شادانلو فرستاد و پخش کردیم، ایشون در قم هست و گویا دستور جلبش صادر شده یا احضاریه، چندین رقم داره، یکیش احضاریان یعنی خود طرف باید بره خودش به دادگاه معرفی کنه، یکی جلبه که صادر میکنن طرف میاد در خونه نشونت میده آقا این دستور جلب از دادگاه انقلاب، جلبت میکنن میرن، گویا این احضاریه بوده. و بذارید یه بار دیگه بهتون نشون بدم. و روی فیسبوک خود آقای شادانلو هم احیانا هست، ایشون ازش خواهش میکنم که روی فیسبوک ما هم بذاره، چون این فیسبوک خیلی بد شد از موقعی که مسنجر اومد. میخوای بری مثلا ببینید دو روز پیش اونجا چی بوده، دیروز ایشون عکس ویدیو رو دیروز امروز فرستاد،
هی میپره بالا میپره پایین. من نمیدونم واقعا این کسایی که مسئول چیز هستن دیوونه هستن. و اما مسئول فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و اینها، آخوند دانشمند ممنوع الممبر شد، داریم خواننده ها ممنوع صدا میشن، هنرپیشه ها ممنوع البازی میشن، بعضیا ممنوع الخروج میشن، بعضیا ممنوع الورود میشن، بعضیا خودشون رو ممنوع الورود میکنن. در اصل گفته آخوند دانشمند ممنوع الممبر شد. یک خانم آقای خانم ایرانی آقای کانادایی 60 میلیون دلار به بومیان کانادا به اصطلاح کمک کردن، که اینم میخواستم براتون بخونم و نشون بدم که وقت نیست. و اما گوگوش 24 فوریه در شهر ما هست، اجازه بدیم من اینو بهتون نشون بدم. منتظرم که آگهی ویدیوی این بیرون بیاد، چون میدونید روی فیسبوک وقتی ما عکس‌ها رو میذاریم هر کدوم از اینا یه جوری هن. یکیش از به اصطلاح پهنا باید نگاه کنیم، یکیش از چی میگن مثلا این برای اینه که چیزو بگیری تلفن دستت باشه با تلفن نگاه کنیم. من فکر میکنم همه دوستان اگه آگهی هاشونو به صورت کامپیوتر و تیوی، یعنی هوریزنت یعنی افقی، همونجور که چشمای ما هست، چشمای ما بغل هم دیگه است، چشمای ما بالای یکی دیگه نیست، در هر صورت درست کنن بهتر میشه پخشش کنیم. Join the biggest pop diva from the Middle East, the one and only گوگوش. میگه که بیاین لذت ببرید با حضور گوگوش. دیدم که شمایی زدم هست، نوشته with the fellow legendary artist حسن شمایی زاده Saturday February 4th. یه دلیلی که تا آقای شادانلو گفت February 27 یا 27 من یادم اومد و نگاه کردم رو تقویم، این بود که دیروز با آرمان شهبازی صحبت میکردم February 24th یعنی 24 فوریه 2018 واشنگتن دی سی در به اصطلاح کانستیتوشن هال. تیکتز آن سیل، تلفنشون هم هست 571-242-0226. برنامه هایی رو هم که لایو نیشن میذاره و مخصوصا حالا که شهرام که آرمان شهبازی هم دستندرکاره، معمولا برنامه های منظم و مرتبی هست. حالا اگر ویدیویی از مصاحبه از گوگوش آمد یا خود خانم گوگوش فرصتی شد مصاحبه انجام بدیم، اون رو هم براتون پخش میکنم. و اما گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امروز با شما 150 دقیقه بودم، کلک زدم 60 دقیقهش رو زحمت برنامه رو آقای شادانلو کشید، همون 90 دقیقه هم بس و کافیه. دوستان شما هم میتونید برنامه های خودتون رو داشته باشید. یک بار دیگه تشکر میکنم از بابک هروی و به منظور اینکه تشکر خودم رو به ایشون نشون داده باشم، ویدیو ایشون رو الان یه دقیقه طول میکشه تا بهتون نشون بدم، حدود 16-17 دقیقه است و تا روز چهارشنبه هم روی پلیلیست مردم تیوی باقی میمونه. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر.